عرض درود و احترام دارم خدمت شما مهمانان گرامی و فعالان حقوق بشر و تمام عزیزانی که ما را از لایو یوتیوب و اپلیکیشن کانون دفاع از حقوق بشر مشاهده می‌کنند. امروز در تاریخ 25 مهر ماه 1401 برابر با 17 اکتبر 2022 در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از جلسات ویژه هماندیشی کمیته پژوهش از کانون دفاع از حقوق بشر در ایران. در این جلسه موضوعی که در واقع میخواییم بررسی کنیم اون رو حق اعتراض، مدارس و حضور نوجوانان در اعتراضات هستش که با حضور مهمان عزیزمون سرکار خانم دکتر رها ثابت سروستانی به بحث و تبادل نظر خواهیم پرداخت، که حالا در ابتدا با یک مقدمه خیلی کوتاه با سرکار خانم ثابت در خدمت شما هستیم و بعد از اون منتظر حالا نظرات شما دوستان خواهیم بود و در ادامه هم مجدد صحبت‌های سرکار خانم ثابت رو میشنویم. خب در خدمت شما هستیم خانم ثابت عزیز، مایک در اختیار شما، بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی خیلی ممنون، خوشحالم از اینکه حقیقتاً توی این مدتی که این جنبش یا خیزش اتفاق افتاده در ایران، برنامه‌های خیلی خوبی که کانون شما فراهم کرده باعث میشه که نه فقط نظرات متفاوت رو بشنویم، بلکه یاد بگیریم که چطوری میتونیم همدیگر رو یاری بکنیم توی این فضایی که در واقع نه فقط اعتراضات و ناآرامی‌ها به صورت فیزیکی است، بلکه به لحاظ فکری و روح و روانی هم نیاز داریم که همدیگر حمایت کنیم. فکر میکنم موضوع مدارس یا مجموعه های آموزشی، حالا چه مدرسه چه دانشگاه، و در واقع حضور افراد، کسانی که به عنوان دانشجو یا دانش آموز هستن، یکی از به لحاظ تاریخی سابقه داره. یعنی معمولا جنبش دانش آموزی یا دانشجویی همیشه وجود داشته، نه فقط در ایران بلکه در تمام کشورهای دیگه، و یک شاخه قوی برای هر جنبشی برای ایجاد تغییرات بوده یا نشانه برای کنشگری در برابر نارضایتی های اجتماعی. اگه به طور خاص به شرایطی که در حال حاضر در ایران هست بخوایم نگاه کنیم، که فکر میکنم الان توجهمون رو به این موضوع بذاریم بیشتر که با هم فکر کنیم، چند تا موضوع رو خیلی کوتاه عرض میکنم خدمتون، فقط از بعد جامعه شناختیش، و بعد منتظر هستیم که همه با هم کمک کنیم و بهتر بفهمیم. حضور نوجوانان در خیزشی که در ایران هست، یکی نشون دهنده این هستش که سن آگاهی اجتماعی برای نشون دادن در واقع یا کنشگری نسبت به اونچه که نارضایتی اجتماعی نامیده میشه، سن این اعتراضات پایین اومده به شکل خیلی مشخصی. میتونیم از دو دیدگاه بهش نگاه کنیم. یکی این هستش که این افراد حقیقتاً با آگاهی نسبت به اونچه که داره اتفاق میفته برخورد میکنن و در گروه همسالان خودشون که یک گروه بسیار قوی هست با هم گفتگو میکنن و به این نتیجه میرسن که چطوری اعتراض خودشون رو یا کنشگری خودشون رو نشون بدن. همونطور که در ویدیوها دیدیم به اشکال مختلف اون رو به نمایش گذاشته بودن. و یکی دیگه میتونیم از این بعد نگاه کنیم که اساساً ممکنه بیشتر دستخوش احساسات هستن و کمتر اون بخش آگاهی وجود داره، و بنابراین به طور طبیعی وقتی که احساسات اونها تحریک میشه به شیوه هایی که یاد گرفتن از بزرگترهای خودشون اعتراض خودشون یا کنشگری خودشون رو نشون میدن. اما به هر دو صورتش نکته‌ای که خیلی مهم هست به عنوان گروهی که حالا کمی با تجربه تر داریم به موضوع نگاه میکنیم و مسئولیتی احساس میکنیم، اینه که چطوری بسترهایی فراهم بشه برای اینکه با این گروه صحبت بشه و گفتگو بشه.
نه اینکه بخواد در واقع دستورالعملی بهشون داده بشه یا خطی مشی بهشون گفته بشه، بلکه بیشتر اینکه متوجه بشیم از نگاه اونها و از زاویه‌ای که اونها دارن میبینن در واقع این کنشگری یا این اعتراضات یا این وقایع چطوری دیده میشه و چه نوع حمایت هایی به لحاظ فکری، احساسی یا آگاهی داشتن آگاهی دارن. یک موضوعی که باز دوباره تو همین محدوده میشه بهش نگاه کرد، نقش بسیار مهمی هستش که این گروه سنی خاص، یعنی گروه سنی نوجوانان بین 12 تا 18 سال میتونن داشته باشن، به دلیل اینکه اونچه که در این دوره خاص از زندگیشون تجربه میکنن در نحوه در رشد فکری اونها و رشد احساسی اونها عمیقا تاثیر میذاره و بعدا میتونیم بازتاب به این رشد رو در آینده که اونها مسئولیتش رو به عهده میگیرن مشاهده کنیم. اگه یه ذره به عقب برگردیم، شاید به این نگاه کنیم که کسانی که امروز به عنوان مامورین امنیتی توی مدارس در واقع به مدارس حمله میکنن و دانش آموزان رو مورد ضرب و شتم قرار میدن، یک روزی خودشون توی همین مدارس و در همین فضای آموزشی تحصیل کردن و خود اونها هم یه روزی شاهد این خیزش ها و اعتراضات یا کنشگری ها بودن. این که چطور میشه که بعضی از اونها به یه سمتی میره که هنوز در واقع به دنبال حفظ اون سیستمی هستش که به نوعی بهش پناه برده و یه گروه دیگه ای در یه صفحه دیگه قرار میگیره که مایل هست این سیستم رو یا این نظام رو تغییراتی درش به وجود بیاره، این سوالی هستش که قابل بحث هست و میتونیم صحبت کنیم دربارش. و توی همین میون در واقع نقش آموزشی که بچه ها میگیرن، منظور من از آموزش مطالبی نیست که در مدرسه میآموزن، آموزش اون چیزی هستش که یاد میگیرن از نتورک هایی که دارن، اون فضاهای اجتماعی که موجود هست، گفتگوهایی که میشنون یا در فضاهایی که شرکت میکنن و اونها رو به حساب میارن به عنوان یک بازیگر برای تغییرات اگر این اتفاق میفته. و اگر این اتفاق نمیفته، نادیده انگاشتن این گروه در واقع با خودش آسیب‌های بعدی رو خواهد داشت. و مطلب آخری که شاید لازم باشه قبل از اینکه به طرف جمع باز بشیم و صحبت‌های دوستان رو بشنویم بهش اشاره کنیم، این هستش که هر چقدر که در واقع مشارکت این گروه سنی، یعنی گروه سنی نوجوانان، دانش آموزان مخصوصا رو جدی بگیریم در به وجود آوردن تغییرات، به همون اندازه میتونیم آینده‌ای که داره قرار به دست اونها در واقع بیفته رو در واقع رقم میزنیم. یادم نمیاد چه شخص چه کدوم یک از این جامعه شناسان، ولی ببخشید روانشناسان، ولی یکی از اونها اشاره میکنه اگر میخواید بدونید که جامعه شما فردا چطور اداره میشه، نگاه کنید ببینید توی مدارستون بچه ها با هم چطور رفتار میکنن، تو بازی هاشون چه نوع جملاتی رو رد و بدل میکنن، چه جور نظامی رو در بین گروه همسالان خودشون دارن. بنابراین نادیده نگرفتن این گروه سنی و به بازی گرفتنشون نه، ولی مشارکت دادنشون در این گفتمان ها و اینکه یک سهمی براشون گذاشته بشه، به نظر میرسه که یک بخش مهمی هستش که هم باید مورد توجه قرار بگیره و هم باید اهمیت پیدا بکنه، وگرنه ما یک شکافی رو در آینده خیلی نزدیک خواهیم داشت برای اینکه بخوایم دوباره یک آگاهی رو نسبت به تغییرات زنده بکنیم، چنانچه امروز می‌بینیم که بخشی از این نسلی که امروز مقابل نسل دیگه ایستاده حاصل همون نادیده انگاشتن این گروه سنی خاص است.
فکر میکنم تا این همین اندازه کافی باشه، هرچند که مطالب دیگه هم آماده کردم بنده، ولی بیشتر صحبت کنیم و دیدگاه متفاوت رو بشنویم و بعد دو مرتبه برگردیم به مطالبی که حاصل تحقیقات و مطالعات جامعه شناختی هست. ممنون خانم دکتر ثابت عزیز، دقیقا درست فرمودید. اتفاقا دیروز ما یه جلسه بود که جناب پرویزی مسئله رو اتفاقا عنوان کردن. تو اون جلسه راجع به این بود که بچه هایی که توی این سن الان مواجه میشن یا میبینن خشونت هایی که داره صورت میگیره در آینده در واقع چه اتفاقی یا چه تأثیری روی اونها میذاره. البته ما اینو از این بود داشتیم نگاه میکردیم بهش که حالا در واقع شاید از در مورد مردم، در مورد کسایی که در جنبش ها هستن صورت میگیره، ولی خب اون بود دیگهش اون نگاه بچه ها حالا در حال تو خیابون ها دارن میبینن و حتی طبق اخباری که هممون مشاهده کردیم دیدیم که خب نیروهای امنیتی وارد مدارس شدن، ضرب و جرح کردن بچه ها رو، تو خیابون دنبالشون کردن، یعنی با اون خشونت از طرف خود جمهوری اسلامی حتی همین بچه ها هم مواجه شدن. یعنی دو جانبه شاید میتونیم بگیم که شاهد این خشونت هستن، چه از سمت مردم که جنبش رو دارن انجام میدن و چه از سمت سرکوبگران. آقای منیری بفرمایید، شما در خدمت شما هستیم. ممنون، سلام عرض میکنم. یه سوال داشتم، میخواستم بپرسم حالا شما راجع به احساساتی بودن، احساسی بودن این خیزش ها و همچنین حالا از یک طرف دیگه آگاهی داشتن نوجوان هامون صحبت کردیم، دقیقا اینها از چی نشأت میگیره؟ چون دقیقا بچه ها توی همون مدارس، دقیقا همونطوری که خودتون اشاره کردید، توی همون مدارس درس خوندن و اون آگاهی رو دقیقا از چه لحاظ، یعنی از طریق خانواده ها جذب کردن یا شبکه های مجازی و اجتماعی در واقع اون آگاهی رو رسوندن؟ و حالا از یک طرف دقیقا من گاهی وقتا میگم خب اینا میدونن که مثلا این بلاها نباید سرشون بیاد، اما اون آگاهی رو دارن که نسبت به اون چیزی که باید درخواست کنن، مطالبه کنن، آیا اون آگاهی کافی رو دارن؟ و یک سوال دیگه هم اگر امکانش من همین الان بپرسم، اون هم اینه که حضور نوجوانا، شما اتفاقا یه کلمه رو دقیقا تصحیحش کردید، من نمیتونم بگم مثبت یا منفی، چون به هر حال در حال حاضر نوجوانن و کودک محسوب میشن، زیر 18 سالن. این جناحگیری، نمیدونم بگم اسمش سیاسی یا حقوقی، به نوعی دستاویز قرار گرفتنشونه از طرف حتی از طرف والدین، یعنی باید این رو منفی نگاه بکنیم یا نه به شکل کاملا مثبت بگیم که خب اینها دارن به حقوقشون آشنا میشن و برای حقوقشون در واقع دارن فریاد میزنن؟ مرسی بابت وقتی به من دادید. سوال خیلی مهمی بود به نظرم، خیلی خوبه همه گفت شه مشاکره. بفرمایید خانم بیژندی، ببخشید من. نه عزیزم بفرمایید شما. حالا اگر دوستان صحبتی ندارن ما به این مسئله بپردازیم که خیلی مربوط میشه البته. بله بله، آقای شایگان رو بشنویم. بفرمایید آقای شایگان. خوش بود، خدمت همه عزیزان. ممنون از خانم ثابت عزیز که این برنامه بحث خوبی رو پیش کشیدن. از آقای منیری هم بابت سوال خیلی خوبش ممنونم. من هم یک سوال مشابه، تقریبا مشابه سوال آقای منیری می‌خواستم بپرسم، حالا به نوعی دیگه می‌پرسم. مدرسه جای تربیت، یعنی اون بچه‌ای که امروز میاد تو اعتراضات شرکت میکنه، تو اون مدرسه درس خونه، تو اون کلاس روی اون نیمکت‌ها نشسته، اون بچه که سرکوب میکنه هم تو اون مدرسه، تو اون کلاس ها و روی اون نیمکت نشسته. یعنی منظورم از بچه های گذشته تره، نسل های گذشته تر. چه تفاوتی وجود داره بین این نوع تربیت ها؟ چرا این تربیت ها انقدر متفاوت از آن داره؟ مگه مدرسه یک چیز رو آموزش نمیده؟ یعنی میاد
یک تربیت رو آموزش بده به همه بچه‌ها. این یک سوال. سوال دومی که پیش از انقلاب سال 57 هم دانش آموزان اواخر فکر می‌کنم تو آبان 13 آبان به اعتراضات پیوستن و حالا درگیری‌های پیش اومد و کشته شدن. اینا اون موقع آیا اون موقع مردمی هم واقعا خیلی خوب بود؟ دانش آموزا اومدن و اینجوری شد و اونجوری شد. امروز چرا میگن بده؟ بعد من با آقای منیری خیلی موافقم. اینا نوجوانن، کودکن، نباید خشونت ببینن، نباید، ولی باید از حقوق خودشون دفاع کنن. ببین پدر مادر از حقوق اینا دفاع نمیکنن، جامعه از حقوق اینا دفاع نمیکنن، دولت از حقوق اینا دفاع نمیکنه. خب یکی باید از حقوقشون دفاع کنه، از چه بهتر که خودش دفاع کنه. ممنونم. نه بسیار عالی، موافقم. تقریبا سوالات خیلی به هم شبیه ولی از جوانب مختلف موضوع رو نگاه میکنه. اگه دوستان نظری دارن تو این زمینه یا مطالعه یا برداشتی تفسیری. بله جناب آقای رایی، درود بر شما، خوش آمدین جناب رایی، بفرمایید. خواهش می‌کنم. خوش بخیر. بله با درود به شما خانم ثابت و همینطور دوستان گرامی. این بحث جالبی است و من عمدن دستم رو بالا نمی آوردم که دوستان اظهار نظر کنن و شما، اما من یه نگاهی هم نسبت به رابطه نوجوانا با بزرگ سالها در ایران دارم و هم در این 40 و چند سالی که در فرانسه زندگی کردم. اینطوری که من متوجه شدم در مواردی حداقل میتونیم بگیم تأثیر مدرسه بر کودکان و نوجوانان بیشتر از تربیت پدر مادرشون هستش. یعنی در مدرسه معلم و همینطور رابطه بین خود نوجوانان اثراتی رو برای اونا میذاره که حتی در مقام فیلسوف قرار میگیرن در مقابل پدر مادر، سعی میکنن مثل یه فیلسوف به پدر مادر خودشون درس بدن. نکته دیگه که لازمه بهش توجه کنیم این هستش که قبلا برای که وارد یه خونه بشیم در میزدیم و صاحبخونه اگه موافق بود وارد میشدیم، اما الان از طریق اینترنت بدون اجازه میان کار بچه ها دخالت میکنن و روحیه بچه ها رو در زمینه هایی از اون حالت آموزشی خارج میکنن و به خشونت میکشونن یا به رابطه های زورگویانه میکشونن یا بازی های در واقع که الان وجود داره اکثرا خشونت رو تبلیغ میکنه. و بنابراین موقعی که یک نوجوان میاد توی جامعه، حتی در این جنبش اخیر، میتوانه با یه رویه پرخاش و تهاجم بیاد و بنابراین این جنبه های منفی قضیه است. اما جنبه مثبت قضیه میتونه این باشه که بزرگترها در خونه و همینطور در مدرسه به بچه ها نقش میدن در تصمیم گیری، یعنی اون بچه ها رو هم و همینطور نوجوانان رو در واقع انسان های حساب میکنن که میتوانن در تصمیم گیری ها سهم داشته باشن و بنابراین در این سهمی که به خرج میدن با اونها گفتگوهایی رو میکنن در رابطه با نیازها، در رابطه با حقوق، در رابطه با مسائل اخلاقی، مثل اینکه راست گفتن مهمه، فاسد نبودن مهمه، اشکالایی که وجود داره تو این جامعه برمیگرده به پایمال کردن حقوق اخلاقی ما و اینها بچه ها رو در واقع با رویه مثبت و انسانی وارد قضیه میکنه. از اون جنبه منفیش که بگذاریم، جنبه مثبتش اینه، به عنوان مثال همین دختر جوانی که در رابطه با محیط زیست در دنیا جنبش ایجاد کرده یکی از ایناست. در واقع با در تربیتی بزرگ شده که میفهمه که تخریب به ضرر هم است، میفهمه که بزرگترها شایستگی لازم رو به خرج ندادن، نه تنها در دفاع از زندگی او بلکه در دفاع از حتی کره زمین که در واقع گهواره ماست. این جنبه مثبتش. اما نکته دیگه که گاهی وقت نگران کننده میشه در رابطه با جوانها این هست که پدر مادرها سعی میکنن که نقاط منفی رو برطرف کنن، اما توان این که بتونن تأثیر بذارن روی
جوانای خودشون، نوجوانای خودشون ندارن، یعنی پدر مادرها احساس عجز میکنن به این علت که اون شناختی رو که دارن و اون معیارهایی رو که با اون میتوانن بچه هاشون رو تربیت کنن به سرعت تغییر میکنه و سرعت تغییرات موجب میشه که انسان ها نتوانن خود رو با تمام این تغییرات تطبیق بدن. در رابطه با تظاهرات ایران هم نکته دیگه رو لازم اضافه کنیم و اینه که بچه ها تو محله ها با هم دیگه نظر پیدا میکنن، تو شبکه های اجتماعی با هم نظر پیدا میکنن و شبکه های اجتماعی نه تنها برای اطلاعات هست بلکه برای تصمیم گیری ها نقش بازی میکنه. یعنی جوونی که میاد توی تظاهرات به این علت که تصمیم شبکیش رو گرفته، تصمیم محلیش رو گرفته. با سال 57 این رو داشتیم، تو محله ها تصمیم میگرفتیم، با هم میدونستیم که فردا که فلانی میره من هم میرم و این تقویت کننده است. اما یک مشکلی رو که به نظر میاد که یه مقداری حل شده تو جنبش اخیر، تا میزانی هم هنوز حل نشده، این که موقع نوجوان ها میان، جوان ها میان تو خیابون، لازمه پدر مادرها هم بیان، به اندازه کافی بیان، اخشار مختلف بیان. اینجوری کودک نگاه میکنه میبینه خودش از بزرگم هست، تشویق میشه و تایید میگیره از کاری که داره میکنه، نمیتونه شک کنه و در مقاومتی که داره میکنه ناپایدار باشه. مرسی، خیلی ممنون. متشکرم جناب آقای رایی. خانم ثابت عزیز بفرمایید شما، بعد دوباره بخش بعد. من با توجه به دو تا سوالی که مطرح شد و خب مطالبی که از قبل آماده کرده بودم، فکر میکنم به این موضوع بیاید که خود با هم نگاه کنیم که آیا تنها جایی که میدونم جواب هممون منفیه، ولی بیاید یه ذره نگاه کنیم ببینیم چجوریه، تنها جایی که بچه ها دارن آموزش میبینن و یاد میگیرن مدرسه هست. قطعا جواب ما نه هست، هممون میدونیم که فقط مدرسه نیست. بعضی از این جاهایی که بچه ها دارن ازش یاد میگیرن و میشناسیم، مثلا رسانه ها، مثل شبکه های اجتماعی که اشاره کردن، مثل در واقع کتاب ها، فیلم ها، سریال هایی که میبینن، بازی هایی که انجام میدن، حالا به صورت آنلاین یا غیر آنلاین، گروه همسالان که میشناسیمشون. اما یه جاهای دیگه هم اینا رو فکر کنم هممون میدونیم، ولی یه جاهایی هست و یه چیزایی هستش که بچه ها دارن ازش یاد میگیرن و نوجوانان منظورم هست و اصولا ما خیلی کم بهش توجه میکنن و اون توجه میکنیم و اونم تجاربی هست که اونها در مثلا فرض کنید اگر توی تیم فوتبال هست یا مثلا فرض کنید توی گروه موسیقی هست یا گروه رقص هست یا اینکه یک کلاس خاص ویژه‌ای داره شرکت میکنه، تجاربی که اون کسب میکنه با معلم یا اون رول مدلی که داره و اون شرکت کنندگانی که در اون جمع هستند، اون تجارب هم بخشی از یادگیری ها و آموزشی هستش که نوجوان میبینه. مخصوصا میگم نوجوان، نمیگم کودک، چون کودک اینقدر تحت تاثیر نیست. یه مرحله از بین کودک و بزرگسالی که دوره نوجوانی هست این تاثیرات خیلی، این در واقع این بخشی از آموزش هست، چون وقتی که به سن بزرگسالی میرسه اون فرد تصمیم میگیره که تا یه جایی ادامه میده و از یه جایی به بعد ممکنه قطع رابطه میکنه. اگه ما به همین بخش نگاه کنیم، یعنی تجاربی که نوجوانان میکنن در رابطهشون با رول مدل هایی که دارن، حالا میخواد هر چیزی یا هر کسی باشه، و اون افرادی که باشون به طور خواسته یا ناخواسته در ارتباطن، از همسالشون یا بزرگترشون، در حال حاضر در موقعیت ایران اون چیزی که به نظر من کاملا نظر شخصیمه و یه تحلیل اجتماعی کاملا شخصی، اون چه که داره به اینها یاد میده تجربه هست که از دیدن این فیلم ها و یا شبکه های اجتماعی که میخونن حالا یا دنبال میکنن یا اخباری که میبینن یا احساساتی که از بزرگسالان، از پدر و مادر خودشون یا از خواهر و برادر بزرگتر یا دیگران، خاله و دایی این حرفا میگیرن. این بخش یک بخش نمیشه این رو نادیده گرفت، یعنی تجربه‌ای که اینا دارن میکنن. و اگر یادتون باشه اول صحبتم عرض کردم باید فضای فراهم بشه که این افراد
بیان و این گروه سنی خاص بیان و بگن که چی میفهمن، اینه که این قسمت رو تعریف کنن، یعنی این تأثیری که از این تجربه دارن کسب میکنن رو بگن، چون کاملا متفاوته با تجربه‌ای که ما داریم به عنوان بزرگسال میکنیم یا کودکان به عنوان کودکان میکنن. این بخش از که حالا دوستان اشاره کردن بهش از این خشونت، من میخوام بگم شاید یه بخش خیلی بزرگیش احساس ناامنی هست و این احساس ناامنی با خودش یکی از تبعات احساس ناامنی و استرس، یکی از چیزایی که از خودش بروز میده خشونت هست، حالا یا کلامیه یا فیزیکیه یا فکریه یا حالا به هر شکلی. و ما میبینیم که این که عرض کردم شاید از روی احساسه، به این دلیل که ممکنه که در واقع به نوعی احساس ناامنی و این استرسی که وجود داره به شکل خشونت خودش رو ظاهر میکنه و چون الگوی دیگه ای وجود نداره از الگوهای بزرگسالان استفاده میکنه، یعنی میبینیم که به همون شکلی که اونا شعار میدن، اگه مو کوتاه میکنن قیچی میکنن، اونا مو رو قیچی میکنن، اگر علامتی برای بی احترامی میتونن داشته باشن اون علامت رو به کار میبرن، هر شکلی که داریم میبینیم تکرار میکنن. بنابراین باز دوباره حداقل از بعد جامعه شناسی وجود این فضاها برای گفتگو با این افراد، برای اینکه بتونن آگاهیشون رو نسبت به اون تجاربی که کردن بالا ببرن ضروری به نظر میرسه. اجازه بدید دوستان رو بشنویم و بعد من یه مورد دیگه نوشتم درباره این نسلی که اشاره کردن که خیلی برام مهمه، شادم الان سریع بگم بعد بشنویم دوستان رو. ببینید نسل پدر و یعنی پدر و مادرای بچه‌ای که الان توی خیابون دارن مبارزه میکنن دهه 60 و 70 باید باشن یا 50، مثلا بیشتر 60 و 70، یعنی کسانی که به نوعی بارها تجربه کردن، بلند شدن، خوابیدن، سرکوب شدن، ممکنه زندان رفتن، ممکنه محروم شدن از تحصیل، ممکنه خیلی خیلی اتفاقات ازشون افتاده و این خشم و ناامنی و اون استرسی که داشتن و در خودشون ریختن، حالا به چه شکلی نشون دادن تو خونه، چه شکلی از اونها در تربیت بچه‌شون بوده، امروز یه نسل رو به وجود آورده که همه ما البته ستایش میکنیم شجاعت اونها رو، ولی اینو فراموش نکنیم اونها بازتابی از اون خشم فرو خورده پدران و مادرانشون هستن که توی همین سیستم بزرگ شدن، توی همین سیستم سرکوب شدن، توی همین سیستم محروم شدن و توی همین سیستم نتونستن فریاد یا به قول دوستمون حق خودشون رو بخوان، چه به لحاظ شغلی، چه تحصیلی، چه آزادی هایی که میخواستن. ولی الان اون فرد، اون خشمه، اون استرسه، اون ناامنیه الان اینجوریه که این جوان 16-17 ساله اصلا هیچ به قول میگن خدا رو بنده نیستی، همچین مثال چیه، میره جلو و میگه اگه آخرین ترس از مرگ بوده، این برای من ترس نیست، من میرم تا آخرش که به دست بیارم اون چیزی که اینم یه خود نگاه کنیم که واقعا اون خیلی از چیزایی که الان داریم ما میبینیم، اون خشم فرو رفته یا احساس ناامنی و همه اون سرکوبی هستش که تو نسل پدر و مادرای 60-70 در واقع بوده. ببخشید. سپاسگزارم بانو ثابت عزیز. خب جناب آقای امری، اگر که درست بخونم فامیلتون رو بفرمایید، خواهش می‌کنم. بله متشکرم. خیلی ممنون از نظراتی که عزیزان دادن. یکی از دوستان یه سوالی پرسیدن و به نظرم این سوال خیلی سوال عمیقی هست در این حال. پرسیدن که این بچه هایی که تو این سن هستن، یه عده‌شون همه که توی مدرسه بودن، همه که توی سیستم آموزشی بودن، چرا حالا یه عده معترضن و یه عده هم نیستن؟ مگر توی یک فضا در واقع اینا تربیت نشدن، یا حداقل یه نسل که هستن؟ یه موضوعی وجود داره، ما داریم از یه خشمی صحبت میکنیم که چون حالا موضوع جلسه امشب اختصاصا در مورد نوجوانان هست، بیشتر داریم به نوجوانان صحبت میکنیم، ولی
این چیزی نیستش که حداقل در تجربه شخصی من چیزی نیستش که مربوط به فقط نوجوانان باشه. این چیزیه که جامعه ایران داره تجربهش میکنه. کسایی که تو دهه سوم و چهارم زندگیشون هم هستن دارن این خشم رو تجربه میکنن، اما اونها خودشون رو کنترل میکنن، خشم رو فرو میخورن و کمتر بروزش میدن. شاید اینطور هست. ولی یه نکته‌ای که وجود داره اینه که ما چند دهه هست یک جامعه دوپاره رو داریم تجربه میکنیم. در واقع یک عده‌ای که به تدریج این عده رسیده به اکثریت جامعه ایران کسانی هستند که نادیده گرفته شد، در واقع خودی نبودن، نادیده گرفته شدن به لحاظ اینکه شهروند این مملکت هستن، به لحاظ اینکه حقوق شهروندیشون دیده شده، به لحاظ اینکه آزادی‌هاشون مورد توجه قرار گرفته. بسیارشون آزار دیدن، بسیارشون اخراج شدن، بسیارشون اون در واقع اکثریت سیاسی حقوقشون رو قبول نداشتن یا حرفشون رو نشنیدن و در واقع ما یک اکثریتی رو الان داریم حرفش حتی شخصا فکر میکنم یه جایی هانا آرنت میگه که این حتی بالاتر از آزادی و عدالت. این میگه که من میخوام متعلق به یک جامعه ای باشم، من میخوام یه جامعه از من دفاع کنه، حقوق شهروندی منو به رسمیت بشناسه. یک حقوقی ما داریم که باید جامعه در واقع حمایت کنه، خانواده و فرد نمیتونه خودش برای خودش به وجود بیاد. ولی این نسل چیو داره میبینه؟ داره میبینه که نه اون آزادی های مشروعی که باید داشته باشه دیده میشه و شنیده میشه، نه اون آینده‌ای که میخواد تصور کنه میتونه اصلا توی این فضا تصور کنه. اصلا انگار این وجود نداره، اصلا انگار این شنیده نمیشه، دیده نمیشه. یک منشأی که من احساس میکنم از این خشم در واقع وجود داره این هست، چه در مورد نوجوان ها چه در مورد بزرگسالا، این که یه اکثریتی احساس میکنن اصلا شنیده نمیشن، اصلا انگار بودنشون مطرح نیست. حالا یه عده‌ای هم البته که حالا اقلیتی شدن، خب البته دیده میشن، البته منافع این سیستم براشون داره کار میکنه و شاید به همین دلیل ما میبینیم که حالا توی مثلا مدارس مگه یک تعلیم و تربیت نبوده چرا یه عده اینطوری هستن؟ به خاطر اینکه یه عده‌ای دارن دیده میشن، سیستم داره براشون کار میکنه و یه عده‌ای هم که اکثریتا دیده نمیشن و این شده یک در واقع جامعه دوپاره. سپاسگزار جناب آقای عمری. صحبتون تموم شد؟ بله. آقای پرویزی در خدمت شما هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام دوستان، وقت همگی بخیر. ممنونم از این وقتی که در اختیار من قرار دادید و عمده صحبت من در اون بخش آخر صحبت‌های خانم فرمودن توضیحش رو دادن. بیشک تغییر نسل ها به نظرم تأثیر بسزایی داشته در این نوع تربیت و این نوع حالا این هیجانی که الان در کودکان وجود داره و این شور حق طلبی که در کودکان وجود داره، چرا که پدرانشون دقیقا چه در مدارس، چه در منزل، چه در اجتماع، چه در حالا جاهای دیگه همیشه سرکوب شدن. یعنی هرگز هیچ بستری برای گفتمان آزادی نداشتن، تماما حتی در بازیهاشون خشونت بوده، حتی در ما بالاترین مراکز آموزشی رو از دست دادیم توی اون سن در جامعه هم. چه در مدرسه، حتی صدا و سیما. من یادم برنامه کودکایی داشتیم که خودش باعث هم خشونت بود هم باعث وحشت کودک شد. یعنی اون قیافه کارکتر، حالا اون شخصیت کارتونی اینقدر وحشتناک بود که بعضی ها شبا نمیتونستن بخوابن. یا ما داشتیم کودکی که به خاطر دیدن یه عروسکی که ساخته شده بود شب ادراری گرفته بود. این واقعا خب
یک فاجعه بود در اون زمان، اما همه دوستان به نکات خوب این مسئله هم اشاره کردن که خب این هیجان و این شور خیلی خوبه، خیلی عالیه، اما همین اندازه که خیلی خوبه و خیلی عالیه، همون اندازه من فکر کنم حتی بیشتر خیلی خطرناکه. ما باید به این نکتهش هم خیلی دقت کنیم که نسل آینده این جامعه دقیقا همین کودکانن و با این شور و هیجان و خشونتی که الان دارن میبینن و دیدن و دارن تجربه میکنن، من فکر میکنم که وقتی وارد جامعه میشن، برای اینکه بتونیم این خشم از جامعه بگیریم شاید دهه ها بعد هم هزینه مالی بشه و هم اینکه آموزش داده بشه. این خیلی من خیلی واقعا از این نکتهش خیلی دارم حراس دارم واقعا که ما در آینده چه اتفاقی میفته، کما اینکه در کودکان قبل انقلاب هم همین بود، همون شور و هیجان رو اومردن و همون شور و هیجان رفت توی جنگ وارد شد و بعد از جنگ اومد و همچنان وجود داره و همچنان ریشهش رو میبینیم که هنوز این سرکوب ها، برخی از این سرکوب ها عواملش همون خشم هایی که در اون دوران بوده و اینقدر راحت میکشن و بیتفاوتن، یعنی نسبت به کشته شدن یک انسان. امیدوارم که این نبازیم این زمان رو و من به نظرم که هر روزی که داره میگذره داریم زمان رو از دست میدیم برای این قضیه. امیدوارم خیلی زود سرعتش بالا بره و ما بتونیم زمان رو بخریم و نه این امکانات رو که میتونیم به خوبی ازش استفاده کنیم و این نوجوانها و کودکانی که الان در حال حاضر واقعا تحت آموزش غلط هستن بتونیم واکاوی کنیم و برگردونیم به یک جامعه‌ای که بتونیم از اون جامعه لذت ببریم و شاد زیستن رو آموزش بدیم. مرسی، من در ادامه در خدمتتون هستم. ممنون. بفرمایید. کوچیک، من قبل از اینکه دوستان بگم میخواستم صحبت کنم که یکی از مطالبی که آماده شده بود مطالبی بود که شما بهش اشاره کردید و این واقعا باید ببینیم که این چطور میخوایم آسیب شناسی کنیم این اتفاقی که برای کودکان و نوجوانان ما داره میفته و چه راه های درمانی براش وجود داره. درمان به معنای این که مرهمی که برای این زخمایی که در ذهن و روح بچه‌ها خورده شده و اینکه چطور آموزش بدیم، یعنی واقعا باید روی این سه تا موضوع کار کرد. نمیدونم اگر پروژه های تحقیقی نوشته بشه که سوال و جواب بشه با این افراد و این تجارب اونها نوشته بشه که آسیب شناسی بشه و اینکه بعد از توش در بیاد که چه کار میشه براشون کرد و چطور چه آموزش های لازم هست برای اینکه این مرهم باشه. این واقعا نیازه، چون اگر نتونیم اینو جلو ببریم مثل یه زخمی میمونه که میمونه و بعد هر زمانی که بهش فشار بیارید دردش وجود داره و اون درد واقعا خطرناک. ببخشید که من وسط صحبت کردم. خواهش میکنم. جناب آقای بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی ممنون، خیلی ممنون از صحبت‌های شما خانم ثابت و همینطور دوستان. من خیلی مطالب رو میخواستم بگم، اما از این چند نکته که آقای مازیار مطرح کردن صحبت میکنم چون به نظرم مهم هستش در رابطه با آسیب شناسی این جنبش و نقش جوانان. شون گفتن که به جوانان انقلاب که نگاه میکنیم، که من یکیش خود من هستم که جلوی شما هستم، اینا قبل از انقلاب با همین خواسته ها آمدن و بعد در جنگ هم همین گونه این در واقع احساسات جوانی خودشون ادامه دادن، اگه درست فهمیده باشم. نظر من این استش که ما در جنبش سال 57 با وجدان تاریخی خودمون و با وجدان اجتماعی که پیدا کردیم عمل کردیم، اما در دوران جنگ شستشوی مغزی توسط رژیم انجام گرفته بوده بعد از اون کودتایی که شد و انقلاب ما رو گذاشتن کنار، ضد انقلاب خودشون آوردن، به اسم انقلاب به خورده ما دارن میدن، شستشو دادن و اینا رو، که این که نمیدونم شهید شدن خوب است و نمیدونم. این نکته رو توجه داشته باشیم. میخوام یک موضوع رو از یه زاویه دیگه مطرح کنم. در قرن 20 قبل از انقلاب 57، انقلابایی که انجام شده انقلابهایی بوده که به کمک به هر حال نیروهای دولتی یا
قدرت‌های خارجی انجام شده. سوریه مثلا این گونه شده، مصر این گونه شده، ببخشید لیبی مثلا اینجوری شد، لیبی قذافی رو میگم. ولی ما برای اولین بار، ما ایرانی‌ها که یاد گرفته بودیم در تاریخ خودمون، در تاریخ خودمون، در حافظه تاریخی خودمون داریم، ما از جنبش عمومی رو از بابک شروع کردیم، طوری که در شاهنامه هست. همون روشی رو که شاهنامه به ما یاد داد ما سال 57 عمل کردیم، یعنی آمدیم جنبش عمومی کردیم. جنبش عمومی هم از دو طریق انجام میگیره، یا از طریق اعتصابات عمومی انجام میگیره و یا از طریق مبارزات خیابونی که میل سرکوب رو کم میکنن و خستگی در نیروهای سرکوب ایجاد میکنن و مردم پیروز میشن. در بهار عربی در مصر دیدیم این گونه شد. اون روزی که آمدن میدان با شترها آمدن و خواستن مردم رو سرکوب کنن و مردم پیروز شدن، اونا فرار کردن، اون رو معلوم بود که انقلاب مصر به پیروز میرسه. حالا چرا اینو مطرح کردم؟ در انقلاب 57 هر دو با هم بود، هم میل به سرکوب تا حدودی، حتی خیلی زیاد نه، پایین آورده شد، اما اعتصابات عمومی کمر رژیم رو شکست. بنابراین اگر اعتصابات عمومی باشه نقش جوانا کمه، نوجوانا کمه، اما اگر میل به درگیری و پایین آوردن توان سرکوب رژیم باشه نقش جوانا زیاد میشه و اینجا یه خطری رو برای ما پیش میاره و اون این استش که این درگیری ها میتونه کار رو به سوء استفاده های مسلحانه بکشونه. روی مثل سازمان مجاهدین و دیگرها میان سرمایه گذاری میکنن روی این و جوانها رو جوانهای مزدور به وجود میارن و عملا انقلاب و جنبش عمومی که مستقل هست رو تبدیل میکنن به یک جنبش وابسته. این همون اتفاقی در سوریه افتاد، جنبش عمومی شد، زن و مرد اومدن تو خیابان، بعد جنبش مسلحانه آمد میدان پیدا کرد، عربستان سعودی سرمایه گذاری کرد، خانواده های 21 نفره سرمایه گذاری کردن و جنبش کشون هم به این بلایی که میبینیم سرش اومدیم. بس لازمه توجه کنیم به یک نکته. سال 57 این نکته رو ما داشتیم. جوان موقعی که میاد دنبال هویت هست، هویت اجتماعی هست. کمبودی که وجود داره برای یک جوان در شهرها هویت اجتماعی است. این مشکل شهرهای بزرگ است. در شهر بزرگ زندگی‌های مصرفی است و در زندگی مصرفی هویت اجتماعی لغ میزنه، یه جوری مشکل پیدا میکنه. در دهات جوان هویت اجتماعی خودشو داره، تولید داره میکنه، ولی در شهر که تولید نمیکنه، مخصوصا شهرهای بزرگی مثل تهران تولید نمیکنه، جوان این وسط یه خلای هویتی پیدا میکنه و این خلای هویتی رو میشه پرش کرد. اگر این پرنش خوب توسط بحث آزاد، رابطه آزاد، رادیو بازار و تماس‌های تنگاتنگ مثل سال 57، این میتونه به خطر بکشه. سال 57 مردم ایران رادیو بازار رو راه انداختن، گوش به گوش همدیگه با همدیگه صحبت میکردن و مثلا نوارهایی که میامد از خمینی، اون موقعی که خمینی که شعارهای آزادی میداد و دموکراسی اینا میداد، میامد 5 تومن جلوی شهر دانشگاه تهران یه جای دیگه فروش میره، اولش تو دانشگاه تهران بعد جای مختلف تهران فروش میره، فورا میآوردیم تو خونه اونا رو ضبط میکردیم، کاست میکردیم، خودمون همونطور پخش میکردیم و بعد گفتگو میشد داخل خانواده ها. خود من یادم میاد که نه تنها با پدر مادر خودم گفتگو میکردم، با افراد که میآمدن تو مهمانی هام گفتگو میکردم، بحث های مثبت و منفی داشتیم. منفیاش این بودی که این بچه ها چیه که گفتگو میکنن و دخالت میکنن تو کار بزرگتر، اینجوری داشتیم قدیمی ها، ولی نوعی خوبش هم داشتیم، استقبال میشد، گفتگو میشد. پس لازمه توجه بکنیم که نوجوان اگر اعتصابات عمومی کار رو به اعتصابات اداری نکشه رژیم نمیفته. به این علت که من نظر من ها، به این علت که توان سرکوب رژیم میتوانه متکی باشه به نیروهای خارجی هم که داره و حمایت هایی هم که میشه. به این علت که تو منطقه ما دموکراسی در ایران ایجاد شدن منطقه رو از این از وضعیت استبداد میتونه در بیاره یا میتونه یک تحول بزرگ ایجاد کنه. ایران قلب منطقه است، بنابراین کنترل ایران مهمه براشون و این رو توجه داشته باشیم. ما یک بدشانسی ما ایرانی‌ها داریم، اینی که در خیلی از موارد اولین کسی هستیم که انجام میدیم،
پشت سرش دیگران میان هم کاری که ما کردیم و انجام میدن، خوبم انجام میدن، ولی ما چون دفعه اول هستیم سرکوب میشیم، یا یعنی که چون تجربه هنوز وجود نداره نمیتونیم خوب اون رو پیش ببریم، مدیریت نمیکنیم. بله بله، حالا صحبت زیاد، خیلی من مرسی. ممنونم خانم تیموری گرامی، درود بر شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم. سلام دوستان عزیز، من خواستم یکم از تجربه خودم بگم. موقعی که کوچیک بودم و در ایران زندگی میکردم، چون الان مدتی هستش از ایران دور بودم، ولی موقعی که من ایران بودم تا راهنمایی ایران بودم، و اینکه چطوری توی مدارس بچه ها رو، همون که خیلی دوستان فرمودن، برین واش میکنه، یعنی شستشوی مغز میدن. ما وقتی راهنمایی دادم کلاس قرآن داشتیم، و وقتی که خب دستمو میذاشتم زیر خط قرآن که بخوام قرآن رو بخونم، و اون خانم که معلم قرآن بود به من میگفتش که شما چون بهایی هستی، نجس هستی، نباید دست به قرآن بزنی. به من یه کاغذ میداد که از طریق اون پوینت میکرد، حالت هواپیما درست میکنه، موشک درست میکنه، میگفت با اون بگیر زیر قرآن، اگه میخوای بگیر با اون بگیر، یعنی یه رابط داشته باشه از دست تو با کلمات قرآن، یعنی دست نده. و این چیزی نبود که مثلا کنارم بگه، یعنی منو بکشه کنار، یا مثلا گوشه قشنگ کنار مثلا 20-30 نفر این حرفو به من میزد. خب من چون شخصیتی که دارم زیاد این چیزا برای من تأثیری نداره، یعنی انقدر به قول معروف از درون انقدر کانفیدنس داشتم که اینا برام تأثیر نداره. ولی شما نگاه بکنید، خیلی های دیگه هستن که خجالت بکشن، کانفیدنسشون از بین بره، یا اینکه مثلا افرادی که مثلا توی این کلاس بودن و نگاه میکردن اوکی این طرف نجسه، و من تا دوستانی داشتم که حتی به من گفتن تو مثلا نجسی، ما خونه تو نمیان، اگه مثلا یا از غذایی که مثلا آوردی روز دوستیه نمیخوریم، خیلی از این چیزها بود. یعنی بدونید توی جامعه ایران تنها دولت نیست، افرادی هم هستن که واقعا این چیزها رو باور دارن. یعنی من نمیتونم همش بذارم تقصیر دولت جمهوری اسلامی. جامعه ای که بزرگ میشیم توش، خیلی از پدر و مادرها واقعا این توی این ذهنشون هستش. و البته من 20 سال از ایران اومدم بیرون، و چیزی رو که خواستم بگم، خیلی مقابل شده برگردم و ایران رو ببینم و مقایسه بکنم توی امریکایی که زندگی میکنم. ببینید بچه های ما دو تا مشکل دارن، یا حتی میتونه یا بگم سه تا مشکل. یه دونه مشکل اینه که خشم از جامعه دارن، خشم از حتی میتونم بگم پدر مادراشون دارن، که نمیتونن تمام اون چیزهایی رو که میخواستن، حتی بتون بگم از یه آیپد معمولی، از یه تلفن آیفون جدید براشون فراهم بکنن. حالا میتونی بزنی تقصیر به خاطر جامعه بودش که زندگی میگن، هم یه خشم از جامعه دارن، کل جامعه، یعنی و یه چیز دیگه رو از کنارش بذاریم، این میدیاست، اینستاگرام، فیسبوک یا توییتر، حالا توییتر کمتر، ولی اینستاگرام میتونم بگم خیلی زیاد، و تیک تاک هم خیلی زیاد، چقدر رو بچه های ما داره تاثیر میذاره. بچه های ما، من خب با دختر دارم اینا حرف میزنم، میخوان مثل خارجی ها باشن، میخوان مثل، حتی مثلا کلماتی رو استفاده میکنن که بچه امریکایی که تو اینجا بزرگ شده استفاده نمیکنن، ولی تو ایران استفاده میکنن، چون میخوان کولی نشون بدن. اینا اینفلوئنسر فش سوشال میدیا داره میذاره روی بچه های ما، و ما اصلا خیلی پدر مادرها نمیفهمن این چیزا رو، و چون بخاطر اینکه بخوان بچه هاشون رو به قول مشغول نگه دارن که بخوان یه کاری بکنن، واقعا میذارن از اون سوشال میدیا استفاده کنن. ولی سوشال میدیا هم افکتاش خیلی خوبه، هم افکتاش خیلی بده. اینکه بخواد یه بچه‌ای که داره به قول معروف تو محیط ایران پرورش پیدا میکنه،
حتی میتونم بگم توی امریکا بچه‌هایی که سوشال میدیا استفاده میکنن خیلی هاشون مشکل داشتن و خودکشی کردن به خاطر اینکه بادی ایمیجشون اصلا خوب نبوده یا به خاطر اینکه دوستا مسخره میکردن به خاطر حالا بگو جوشایی که داشتن دماغشون اونطور بوده و خیلی این افکت‌ها رو من دارم میبینم چه تو جامعه امریکا چه تو جامعه ایران و اینها یه چیز مشکل بچه‌های ایران ندارن و میتونم بهتون بگم خیلی چیزها هست که دست به دست هم میده و این خشم رو ایجاد میکنه. مثلا من بچه ها رو میبینم توی تلویزیون ها یا توی کلیپ ها عکس خمینی و خامنه ای رو میکنن لگد میکنن، اصلا من نمیتونم درک بکنم. مثل اینکه من بگم حالا کسی که مخالف ترامپه عکس ترامپو بگیره بسوزونه یا لگد بکنه، من چنین چیزی توی امریکا ندیدم، یعنی خیلی یا باشم خیلی کم، ولی بچهای ایرانی افتخار میکنن که الان بگم مرگ بر اون، مرگ بر این، مرگ بر اون. مثلا میدونین اینا چیزهایی هستش که هم پدر مادر دارن بهشون یاد میدن، هم سوشال میدیا داره بهشون یاد میده، هم جامعه داره بهشون یاد میده و چیزهایی هستش که همه چی داره دست به دست هم میده که بخوان این بچه خشم بده. و فکر نمیکنم خشم از یه جا بیاد، خشم میتونه به ریشه های مختلفی داشته باشه که توی هر کس یه جوری هستش. خیلی ممنون. ممنون بانو تیموری عزیز. من حالا دستم بالا کردم خواهم ثابت که مثل بقیه دوستان عزیز بتونم توی فرصت کوتاه صحبت کنم. فقط خیلی کوتاه نظرم رو میگم راجع به این که در بخش اول صحبتاتون شما فرمودین که یک بخشی از این در واقع نوجوانا یا کودکان آگاهی دارن. من یه تجربه میخوام از خودم بگم برای شما که خواهرزاده من متولد سال 80 هست و این صحبتی که دارم میکنم خدمت شما مال زمانی که دبستان بودش، یعنی شاید 9 سال 10 سالش بود و اون موقع حالا نسبت به 10 سال پیش بخوایم در نظر بگیریم، حالا این مدیا یا این اینستاگرام و اینا مثلا حداقل برای سن اون نبود، شاید یه بازی مثلا کامپیوتری خیلی چیزی داشتش، معمولی داشت، نه حالا بخوایم برنامه چیزی هم ببینیم. ولی اونچه که من تجربه کردم و الان دارم مقایسه میکنم، فکر میکنم راجبش میدونم که خب مثلا خواهر من یا خود من که خب خیلی نزدیک بودیم بهش، آدمای انعطاف‌پذیری بودیم و هستیم هنوزم، یعنی یه جاهایی شاید ما قورت دادیم، شاید ما سکوت کردیم، ولی من دقیقا یادمه تو اون زمان این خواهرزاده من با اون سن کمش واقعا به من درس میداد، یعنی انتخاب میکرد. من اگر میگفتم مثلا هانا جان نباید مثلا شما این کار میکنید، میگفت نه شما دارید اشتباه میکنید، نباید شما این کار بکنید، شما باید بگید، باید بخواید. برای من الان میدونید محسوس‌تر شده، الان قابل درک‌تر شده. شاید اون موقع من فهم کردم مثلا نه بچه هست باید مثلا تربیتش کنید، ولی الان واقعا اینو میفهمم که نه این نسل یه آگاهی ذاتی انگار دارن، انگار که یک حق انتخابی رو برای خودشون در نظر گرفتن، مثل نسل ما نیستن. حالا درصدی رو من نمیگم همه، همونطور که حالا دوست دارم اشاره کردن شاید یه سری اثر هیجانات و احساسات باشه یا روابط باشه، به هر حال بچه هایی هستن الان تو همین ارتباطات، به هر حال برادر بزرگتر، خواهر بزرگتر یا کسانی دارن که تو جنبش هستن یا دارن در موردش صحبت میکنن و میشنون که خب منتقل میکنن. ولی یه سری های واقعا یه کارایی میکنن خانم دکتر ثابت که مثلا مثل خانم تیموری که فرمودن، این که مثلا موهاشون رو باز کردن، از پشت وایستادن، عکس گرفتن در مقابل مثلا عکس خواب، اینا کسی چیز به اینا یاد نداده، اینا یه چیزایی که خودشون انجام دادن. بله کاملا. خب من صحبتم رو کوتاه میکنم، آقای شایدان عزیز رو بشنویم. شما اگر صحبتی دارید الان شما رو بشنویم. نه عالی، مرسی. آقای شایدان بفرمایید، خواهش میکنم. بله من میخواستم اتفاقا خانم بیژنی همین رو بگم که شما گفتیم که چرا همش دوستان از خشم جوانان دارن استفاده میکنن، چرا از آگاهیشون کسی چیزی نمیگه، چرا همش فکر میکنیم از رو خشم دارن این کار میکنن، در صورتی که من گمان میکنم که از روی آگاهیشون، وقتی حقشون رو دارن فریاد میزنن این حق خواهی از روی خشم نیست، از روی آگاهیشونه. و این آگاهی هم حالا یا به قول خانم بیژنی آگاهی ذاتیشونه یا شبکه‌های اجتماعی بهشون کمک کرده. بله این مورد اول بود. مورد یک موردم تا یادم نرفته چون آقای رایی دستشون بالاست، من تو 3 دقیقه کوتاه بگم. همین آقای رایی
نقش دولت‌های غربی خارجی رو در انقلاب 57 به کل نفی کردم. به نظر من اینطور نیست، چون طبق اسنادی که وجود داره، خب CIA، MI6 و خیلی از این دستگاه اطلاعاتی قبل از 57 به هر حال بودن و نقش داشتن و اطلاعاتش اسنادش هم هست به هر حال. حالا بابام کاری نداریم. یک موضوع در مورد خودم میخوام بگم. بحث اول هم که گفتم که هر دو توی یک کلاس درس میخونن. ببین من توی یک خانواده خیلی مذهبی، به شدت مذهبی بزرگ شدم. یعنی انقدر مذهبی که از شدت زیاد مذهبی بودم من یادم کاملا لایک شدم. یعنی یا آتئیست شدم. یعنی نمیخواستم مثل اونا بشم. پس برعکس اونا خواستم بشم. و خیلی برام سخت بود البته ها. من تو 4 سال دبیرستان هر روز صبح عکس خمینی خامنه‌ای که بالای تخت بود رو یا یه بار تو سطل آشغال می‌انداختم یا یه بار می‌آوردم زیر یه جای قایم می‌کردم که اون بالا نباشه من نبینم. یکی از همکلاسیام که تو ردیف کناری من میشست اونم یه وقته یه کارایی می‌کرد، ولی تو همین چند روز گذشته من دیدم که به طور اتفاقی دیدم که تو بخش نیروهای سرکوب اتفاق خیلی هم متأسفانه فعاله و ما دوتا با هم دوست بودیم. این برای من خیلی دردناک بود وقتی اینو دیدم، میدونید؟ خیلی دردناک بود. مرسی. برمیسی. جناب رایی بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنون. از صحبت آقای شایگان شروع میکنم که گفتن من گفتم که قدرت های خارجی نقشی نداشتن. من همچی چیزی ریش وقت نگفتم. من گفتم جنبش عمومی پیروز شد، نه اینکه دولت های خارجی نقش نداشتن. در هر جنبشی 3 عامل نقش داره: قدرت خارجی، خود رژیمی که هست و مردم. هر کدوم از این عاملا موفق تر باشه اون پیروز میشه. ما سال 57 پیروز شدیم، سال 60 پیروز نشدیم. کودتای پشت پرده بین روح الله خمینی و امریکایی‌ها با هم علیه آقای بنی صدر شد، پیروز هم نشدیم. 500,000 نفر هم 30 خرداد مردم اومدن تو خیابون، ولی بعد دیگه پیدا نکرد. قبلش هم جنبش هایی بود که موفق نشدن. بنابراین همیشه در همه جنبش های اجتماعی هر 3 عامل نقش دارن. اما من میخوام برم روی یک نکته دیگه که تو صحبت های ما مهمه، چون خانم ثابت به نظر میاد که خواستن توجه ما رو به راه حل ها جلب کنن و این مهم هست. در واقع جنبه سلبی قضیه رو، جنبه اثباتیش رو هم لازمه که مد نظر داشته باشیم و توانایی که ما داریم. در واقع میتونم اینو بگم که یکی از ضعف‌های ما این هستش که ما هروئیک قهرمانانه عمل میکنیم، در صورتی که میتوانیم تجزیه و تحلیل کننده عمل بکنیم. مثال میزنم، شما فکر کنید دوتا بوکسور توی رینگ بوکس و زنگ رو میزنن، این دوتا میفتن به جون هم، این دوتا قهرمانه با هم مقابله میکنن. حالا مقایسه کنید توی آسیا یه کارت کار، این اول خوب نگاه میکنه، جبهه میگیره، تصمیم میگیره، ضربه رو میزنه. فرق داره این دوتا با هم دیگه. اولی قهرمانانه عمل میکنه، دومی بر اساس استراتژیک عمل میکنه. پس لازمه به این توجه بکنیم که در رابطه با جوان این نوع برخوردی که ما داریم که جوان ها خیلی قهرمانانه، در این نگاه رو باید عوض کنیم. این نگاه میتونه خطرناک باشه. توجه داشته باشیم که ما هم حالا در اینجا یک نکته رو میگم که خیلی به ما کمک میکنه و اون این استش که ما احساسات خیلی متنوع داریم، اما هیجان ها 6 تا بیشتر نیستن. احساسات رو مستقیم نمیتونیم تنظیم کنیم، هیجان ها رو که تنظیم بکنیم این احساسات رو تنظیم میکنن. این 6 تا هیجان کدومان؟ ترس، حیرت و سورپرایز، در واقع غم، خشم و بیزاری هست که کنارش شوق و شعف هم قرار میگیره. موقعی که اینا رو لازم باشه، اینا رو بدانیم و اینا رو تنظیم بکنیم و تکنیک های در واقع تنظیم اینا رو بدونیم، احساسات رو میتونیم در واقع تحت در اداره خودمون در بیاریم. پس لازمه به این مسئله توجه کنیم که نگاه خودمون به همدیگر رو
از حالت اگویک، از حالت قهرمانی در بیاریم و به انسانهای تجزیه تحلیل کننده، بررسی کننده و حسابگر عمل کننده پیش ببریم. و در این رابطه از تنظیم احساسات، هیجان‌ها که شروع کنیم، احساسات ما هم کنترل میشه. نقش بدیم به این هیجان‌ها جایی و جایی نقش ندیم مهم میشه. اینکه عمل سیاسی ما به ترس نقش نده و در به ترس فقط نقش محافظت رو بده نه انگیزه عمل، بسیار کمک میکنه که تصمیم بگیریم در راهی که در پیش داریم. بنابراین در جنبش اخیر لازمه که همونطوری که آقای شایگان و دوستان گفتن توجه کنیم به توانایی ها، اما توجه داشته باشیم که ما موجوداتی هستیم که توانایی داریم اما لغزنده هستیم. انسان موجودی است که همواره لازمه وضعیت خود رو بروز کنه. چگونه؟ با چهار گفتگویی که با خود انجام میده: گفتگو با خدای خود، گفتگو با خود، گفتگو با جامعه و گفتگو با طبیعت. مرتب لازمه این تنظیم‌ها رو انجام بده و فراموش بکنه یکی از این چهار گفتگو رو، یه جایی ضعیف میشه. نکته دیگه که لازمه توجه کنیم این است که به مفهوم کار توجه کنیم. کار شغل نیست. کاری که انسان لازمه انجام بده در طول زندگی خودش شامل 6 کار هست. در واقع خلاقیت خودش رو لازمه مرتب انسان روش کار بکنه، فراگیری رو لازمه روش کار بکنه، مرتب مطالعه داشته باشه، مرتب تماس داشته باشه، مرتب گوش کنه. خلاقیت هنری خودش رو لازمه کار کنه روش، جهت موسیقی، جهت صوت رو روش کار بکنه، انواع اصلا جهتگیری های احساسی هنری خودش روش کار کنه، رو تنظیم عرور و مدیریت خودش کار کنه و مرتب تشخیص بده معیارهایی که لازمه با اونها در ارزیابی کنه. به این علت که ما هیچ عملی رو نداریم که بدون معیار تشخیص بدیم، حتما معیارها لازم و لازمه مرتب رو این معیارها کار کنیم. پس انسان یک بودی انسانیست که یک کاری رو میکنه، تکرار میکنه. اما انسانی که میخواد از این حقوقی بشه و این وجدان و این توانایی رو حقوقی رو پیدا کنه، لازمه که رو خودش کار بکنه و در گفتگوهای مناسب در رابطه با این، با اطرافیان خودش، با محیط طبیعت خودش کار بکنه. خیلی ممنون. مرسی. بسیار ممنون. مرسی آقای رایی. خانم جوابی نگرامی دور بر شما بفرمایید. خیلی ممنونم. منم سلام عرض میکنم به همه دوستان. من یه چند تا نکته رو خیلی سریع میخواستم بگم. اول اینکه فکر کنم هممون سر این مسئله توافق داریم که جای کودکان و نوجوانان توی جنگ و نزاع و درگیری نیست. اما مسئله که هستش، من حالا پیرو صحبت‌های آقای شایگان، این جریانی که این مسئله نشأت گرفته از خشونت و خشم هست، منم خیلی باش موافق نیستم، به خاطر اینکه این خشونتی که کودکان دارن میبینن یا نوجوانان دارن میبینن واقعیتش توی جامعه ما چیز تازه‌ای نیست. یعنی اینکه شما اگه نگاه کنید فقط به 10 سال گذشته خیلی اتفاقای دردناکی افتاده، مثلا تجاوزایی که اتفاق میفته، حتی تنبیه بدنی که معلم انجام میده برای کودکان، یا اینکه به هر حال یه سری حرکات مثل اینکه مثلا مجبورن نماز اجباری برن انجام بدن، اگر که پیرو دینی سایر از اسلام باشه به هر حال به نوعی اذیت میشه، حالا چه از طرف کادر مدرسه، چه از طرف خود بچه های دیگه که یه مقداری توی وجودشون هست که این اذیت‌ها رو انجام بدن، یا اینکه خب به هر حال اینها هم خانواده‌شون درگیر فقر و گرانی و این چیزا هستن، مسائلی هستن که توی خانواده‌شون می‌بینن. الان متأسفانه توی ایران سن خودکشی به 7 سال رسیده. یعنی ما خبر می‌خونیم که یک دختر بچه 7 ساله خودکشی کرده به خاطر اینکه معنی فقر رو می‌دونه. اصلا اینو اگه خیلی چیز تلخیه که یه بچه 7 ساله، یک کودک 7 ساله چطوری معنی همچین چیزی رو میدونه. اینا مسائلی هستن که وجود داره. پس به نظر من نمیتونیم الان بگیم که تازه متوجه خشونت شدن و دارن
با خشونت رفتار میکنن. من به نظرم یک عکس العملی هستش نسبت به یک سیستمی، نسبت به یک سری اتفاقاتی که اتفاقا تحمیل شده بهشون، هم به خودشون هم به خانوادهشون. و دوستان هم گفتن که به هر حال توی خانواده ها هست، توی خانواده ها زندانی سیاسی هست، توی خانواده ها کسی که خودکشی کرده هست، توی خانواده تمام این مشکلات هست و اینا میبینن. و یه چیزی هم که میخواستم بگم، خب دوستان گفتن نسل به نسل عوض میشه، این واقعیت زمان ما. شاید با اعتراض مثلا فرض کنید استاد دانشگاه عوض میکردیم، یا فرض کنید که اگر که معلم میخواست اجباری انجام بده برگه سفید امتحانی میدادن همه بچه ها، یه سری اعتراض ها به هر حال ما هم میکردیم. اما زمان ما شاید انقدر مسائل بزرگ نشده بود، یا لااقل ما متوجه نمیشدیم. چیزی که الان به لطف شبکه‌های اجتماعی بچه ها متوجه میشن، نه فقط توی ایران، حتی با ایرانی های خارج از کشور مقایسه میکنن سبک زندگی ها رو و بیشتر با حق و حقوقشون آشنا میشن. این به هر حال مسئله هستش که وجود داره، اما در نهایت به چیزی که میرسیم اینه که جوابشون سرکوب نیست، جواب یک کودک یا نوجوان بازداشت شدن نیست، کتک خوردن نیست، یا فرض کنید حتی متاسفانه ما داریم کشته میدیم کودک و نوجوان که نسل آینده است، داریم کشته میدیم. اینا واقعا درده، اینا مشکلن. یعنی هر چقدر هم اون کودک یا نوجوان صحبت داره، حرف داره، به حق یا از طرف بعضی یا از نظر بعضی یا به ناحق، حقش این نیست که باهاش این رفتار بشه. این مسئله هستش که نباید تحت هیچ شرایطی فراموش بشه یا کمرنگ بشه یا گناه گردن کودک بیفته که آره این یه خشمی داره، داره خشمش رو بروز میده. این مسائل، این صحبت‌ها به نظر من باعث میشه که یه مقداری از اون صورت مسئله اصلی فاصله بگیریم. مرسی، میکروفون در اختیارت. ممنون خانم جوانبین عزیز. خانم دکتر صحبت میکنید یا دوست عزیز دیگر بشنوید؟ یک نفر دیگه صحبت کنه، بعد من یک کوچولو یه مطلبی میگم، بعد دوباره ادامه بدیم. بسیار عالی. خانم فارسی عزیز درود بر شما، بفرمایید. خواهش ممنون از شما، وقت همگی بخیر. مرسی از صحبت‌های خیلی عالی که تا الان انجام شد. یه مطلبی رو شما خانم بیرجندی عنوان کردین که منو یه ذره به فکر وادار کرد، و اونم از حالا خواهرزاده یا برادرزاده کوچیکتون بود که گفتین انگار اینا درونی شده براشون، انگار یه چیزی رو از درون میدونن. من داشتم خودم رو فکر میکنم، یعنی داشتم فکر میکنم چرا درونی، چرا داریم اینطوری فکر میکنیم، و بعد فکر کردم این کرامت انسانی که وقتی لکه دار میشه، وقتی بهش تعرضی میشه، هر بچه، یعنی از همون بچگی تو وجود تک تک ماها هست، این شأن و مقام و منزلت انسانی که ما تو وجودمون داریم، اون غرور، حالا نمیخوام اسمش غرور بذارم، همون کرامت فیلم کنم بهتر بشه، وقتی که خدشه دار میشه، این اونی هستش که ما میخوایم در موردش حق طلبی بکنیم یا هر چیزی. من یادم میاد کلاس اول دبستان، حالا چند تا از عزیزان خاطره تعریف کردن، اول دبستان که داشتن منو به عنوان یک باهایی از مدرسه اخراج میکردن، مادر و خواهرم هم کلاس چهارم بود، داشتن اونم تو هم مدرسه بود، اخراجش میکردن، دیدم با حالت گریه، من داشتم امتحان سورس سوم دوم وسط سال بود، امتحان سورس دوم داشتم امتحان دیکته میدادم، خیلی هم معلمم دوست داشتم، معلمم من دوست داشت، دیدم با حالت گریه اومدم پشت در که مجد اخراج کردم بیا بریم. انقدر من هم اصلا قیافم هنوزم یادم، اون حسم یادمه که احساس میکردم بهم برخورد که چرا اینا دارن گریه میکنن، انگار من واسه یه عقیده خودم خیلی محکم بودم، ولی گریه مامان و خواهرم میدیدم گفتم اصلا درست نیست این قضیه، گفتم نه گریه نکنیم، من تا امتحانم ندم نمیام بیرون. میخوام بگم که این حسی که شما در برادرزادتون یا خواهرزادتون دیدین، این همون آگاهی درونیه به نظرم همه ما انسان ها داریم. اون بچه 7 ساله که میره خودکشی میکنه، اولا که خب مشکلاتو دیده، خشم داره، ناراحتی پدرش مادرش، اون فشارهایی که رو خانواده هست و دیده، ولی نهایتا اون آگاهی درونیه به نظر من. بفرمایید. یه کوچیک من خواستم در واقع یه پل بزنم بین مطالبی که گفته شد و در خلالش یکی دو تا موضوع دیگه که آماده کرده بودن رو هم عرض کنم خدمتون. یه چیزی وجود داره به این که دوستان هم اشاره کردن، یک شکافی بین دو گروه، یعنی جامعه ایرانی به مرور زمان در طی 4 دهه گذشته به حقیقتش اینه که به دو دسته
تقسیم شد و این شکاف هی بیشتر و بیشتر و بیشتر شد که یکی دیگه از دوستانم بهش اشاره کردن. و این وقتی که ما به از لحاظ جامعه شناسی سیاسی به ایران نگاه میکنیم، کاملا این دو گروه، یعنی گروهی که پذیرفته و مورد قبول هستند و گروهی که دیگری محسوب میشدن، از همون ابتدای انقلاب هی بیشتر و بیشتر شد. گروهی که دیگری محسوب میشد در طی دهه، فقط یک دهه گذشته، اینقدر بزرگ شده و به اقشار و طبقات مختلف جامعه رسیده که شما میبینیم، همه ما میبینیم که چطوری نه فقط اقلیت‌های قومی و زبانی یا حتی عقیدتی، بلکه به ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان و فعالان مدنی و غیر، وکلا، معلمین، کارگران کارخونه هفتپه و غیره، کشاورزان غیره و غیره، همه کسایی که میدونیم کشیده شده و این تعادل رو به هم زده. یعنی الان گروهی که دیگری خوانده میشه خیلی بزرگتر از گروهی هستش که مورد قبول هست و در واقع با سیستم همراه میشه. یک چیزی که توی این شکاف وجود داره و ما باید بتونیم یه خوده واقع بینانه بهش نگاه کنیم این هستش که نمیشه با آزمون و خطا با جان مردم بازی کرد. و یعنی اگه بخوایم خیلی واقعی صحبت کنیم، شاید تا حالا اینجوری بوده و هنوز هم یکم اینجوری هست. شاید به خاطر اینکه الگویی وجود نداره که چطوری این شکاف حل بشه، یا این شکاف کمتر بشه، یا اینکه همه با هم یه قشر بشن، یعنی حداقل بشن اون بخش دیگری، یا حالا همه با هم یه چیز دیگه بشن. واقعیت اینه که ما احتیاج داریم، همونطور که گفته شد، به اشکال مختلف تو این جمع گفته شد، گفتگوهای وجود داشته باشه که آگاهی ما نسبت به همدیگه بالا بره. و این وقتی آگاهی نسبت به خودمون بالا میره و نسبت به در واقع دیگری یا حتی اون کسی که با سیستم هست بالا میره که چرا هنوز هست، چرا هنوز تحت عنوان هر اسمی هموطن خودش رو در واقع سرکوب میکنه، این اون جایی هستش که باید بتونیم با آرامش این رو در واقع به وجودش بیاریم. یعنی حالا نمیدونم این رو بشینیم با هم فکر کنیم، ولی من فکر میکنم محیطی که آرامش باشه و درش دوستانه بشه یه گفتگوی سازنده کرد برای به وجود آوردن این آگاهی ضروریه. و این که جمله آخر، این که وقتی ما میگیم جای کودکان و نوجوانان ما در جنگ نیست، قضیه این هستش که ما شاید تعریفمون از جنگ میدون جنگه، ولی واقعیتش اینه که از 10 سال گذشته به این طرف بچه ها و نوجوانان و خیلی از اونایی که الان بچه ها نوجوان بودن، الان جوان شدن، واقعا تو میدون جنگ بزرگ شدن. یعنی جنگی که توش، جنگ یعنی چی؟ یعنی فقط نیست که یک نفر تیراندازی به شما کنه که فرصت تحصیل نداشته باشه به خاطر اینکه پول کافی نداره، یا یعنی که نمیتونه در واقع اون چیز رو که احتیاج داره تو اون سن بخره، باز به خاطر اینکه پدرش، یا بگه به خانوادش و پدرش، برای اینکه میدونه پدرش اینقدر درآمد نداره. وقتی تغذیه صحیح و سالم، تغذیه درست بهش نرسیده که رشد کافی بکنه و همه چیزایی که هممون میدونیم، این میدون جنگ بوده در واقع. و به قول دوستان این چیزی نیست که یهویی به وجود اومده باشه، بلکه به مرور در طی تمام این سالا، مخصوصا باز تاکید میکنم به نظر خودم شخصا توی 10 سال اخیر خیلی شدتش افزایش پیدا کرده و شاید ما تا حالا نادیده میگرفتیمش، ولی واقعا از حالا به بعد اگر داریم میبینیمش، باید مسئولانه در برابرش یک اقداماتی رو انجام بدیم. ببخشید. سپاسگزار بانو ثابت گرامی. خانم تیموری بفرمایید، خواهش میکنم. یه صحبتی که من میخواستم ادامه بدم در مورد رهاجویی بودش که چیزی رو که ما داریم میبینیم، یعنی ولی میتونم بگم خانواده خودمون، اگه کسی بچه‌ای داره، وقتی شما پدر مادر وقتی با هم دیگه توی خونه حرف میزنین و فقط چیزهایی که حرف میزنین در مورد مشکلاتیه که
جامعه داره بهش پیش میاد، یعنی الان در یه ماه گذشته در تمام بالاف شورش ها و انقلابا داره حرف میزنین و تمام سوشال میدیا داره رو این فوکس میکنه، تمام میدیا توی حالا ایران رو نمیدونم ولی خارج از ایران تمام رو این دارن فوکس میکنن، شما نمیتونین بگین نه بچه این چیزا رو مثلا ما به بچه یاد ندادیم یا بچه مثلا این چیزا رو به قول معروف خشم و ما نمیدونیم از کجا یاد گرفته، مسلماً از توی خونه یاد گرفته. شما نمیتونید کنار بچه‌تون باشین، از تمام اتفاقاتی که توی ایران هفت ساله به هر جانبی طرفداری بکنین و بگیم نه بچه ما نرمال و خیلی مثلا طبیعیه، ولی خب اون بچه گوش میده، اون بچه میفهمه، اون بچه درک میکنه، حالا نمیگم درکش کامله ولی به اندازه خودش درک میکنه و هی به قول معروف بیلداپ میکنه رو اون چیز، تمام اینفورمیشن ها که گرفته از همه طرف بیلداپ میشه و از یه جایی خشم زد پیدا میشه. حالا چیزی که من دارم توی ایران میبینم نمیدونم خشمه، یعنی حالا هر کس میتونه بگه آگاهی، درست آگاهی، ولی یه نفر آگاه میشه ولی طوری که طرف داره حرکت میکنه، یعنی ذهن، یعنی وقتی آدم حرف میزنه متوجه میشه توی ذهنش چیه، وقتی آدم انجام میده میفهمه توی ذهنش چیه، وقتی شما انجام دادنتون شعار دادنتون نشون دهنده فکرتونه و اون بچه‌ای که شعار میده، اون بچه‌ای که آتیش میزنه، حالا عکس خمینی، خامنه‌ای، هر کسی، شاه باشه، هر کسی، پرچم ایرانی، هر چیز، اون نشون دهنده فکر درونشه و اون فکر درون اون بچه به غیر از اجتماع، خانواده و دوستان کار که نمیکنه اون بچه، پس چطوری میفهمه؟ در نتیجه این سه تا به قول معروف فکت، این سه چیز باعث میشن که اون بچه شکل بگیره، چه از نظر شخصیتی، چه از نظر روحی روانی. و به نظر من پدر مادر وظیفه اولشون اینه که بچه ها رو دور بکنن از اینجا. اگه واقعا میخوان بچه، نمیگم دور بکنن، اصلا هیچی بهشون نگن، حرف بزنن، نه با خشم، نه با فوش دادن، چون مشورت میکنن، ازشون سوال بکنن، بپرسن بچه ها شما به نظرتون اینا اتفاقاتی که داره میفته چیه، چون بچه ها بلدن حرف بزنن، حالا شاید کامل نباشه ولی اون بفهمید توی ذهن بچه هاتون اصلا چی میگذره، چون حرف زدن اونها نشون دهنده فکر اونهاست و تا موقعی که حرف نزده بشه به نظر من با آرامش، اولا پدر مادر باید با آرامش برسن، حتی به نظر من رسانهای چه خارج از ایران چه توی ایران، البته خب ایران به قول معروف فرگل، چه خارج از ایران فقط میخوان این تنش رو بیشتر بکنن. چرا؟ چون میخوان ویور بره بالا، یعنی برای منافع خودش، دلش نمیسوزه برای اون خانواده، چون هر چقدر این تنش بیشتر باشه مثل این که یه جا جنگ میشه، ما اولین چیزی که روشن میکنیم CNN ببینیم چه خبر شد، یا فاکس نیوز، حالا هر چیزی که باشه ببینیم چه خبر، چون وقتی که یه جا تنش داره میره ویور داره میره بالا، بعد اینا برای تبلیغات و حالا هر چیزی که خودش من یعنی چیزی بلد نیستم برای خودشون بنفشاله. پس من میگم پدر و مادر مخصوصا، حالا اونایی که دارن درس میدن، معلم هستن توی ایران، نمیدونم تو گروه همون داریم، واقعا وظیفه یه پدر و مادر، یه معلم توی ایران این که یعنی با قول معروف چی میگن، آتیش رو تندتر نکنه و واقعا باید حرف زده بشه و بچه ها واقعا سمارت هم، یعنی میتونم بگم بچه هایی که تو این زمینه هستن از منی که دهه 60 هستن و بهتر میتونن تجزیه تحلیل بکنن، بذاریم بچه هامون تجزیه تحلیل بکنن و کاملا بهمون بگن، چون اونا قشنگ میتونن درک بکنن. ما به قول معروف سنمون گذشته و وارد اجتماع شدیم و خیلی چیزهای دیگه رو اون تاثیر میذاره، ولی بچه های ما کاملا چیزهایی رو دارن میبینن که
صداتون قطع شد خانم تیموری فرامی، لطفا جمع‌بندی هم بفرمایید. بله بله خیلی ممنون. متاسفانه صداتون رو نداریم. اگر توی یکی دو خط بتونید جمع ببندید ممنون. باز من اشتباه میگم یا شما صدا نداریم خانم تیموری؟ صدا من یا؟ بله. حرفی که من میزنم به خاطر اینه که فقط پدر و مادر و معلم ها اونایی که بزرگ متاسفانه بازم صدای شما قطع شد. بعدن میتونن تو یکی دو خط بگن مطلبشون. بسیار عالی ممنون شما. جناب آقای رایی بفرمایید، خواهش می‌کنم. خیلی ممنون از صحبت های دوستان. خانم ثابت استفاده کردم و ارتباط اندیشه خوبی به نظرم داریم. من میخوام به یک نکته اشاره بکنم که باز در رابطه با راه حل ها هستش و اون این هستش که درسته که وسیله دموکراسی گفتگو هست، اما میتونیم گفتگوی نامناسب داشته باشیم. در اینجا توجه میکنم به ضعفایی که در فرهنگ گفتگوی ما وجود داره. اول در مورد بچه به یک نکته توجه کنیم. بچه به میزانی که بزرگ میشه از کنکره به طرف آفسره میره، از طرف عینیات به طرف مسائل به اصطلاح والای ذهنی میره. مثلا به یه بچه 5-6 ساله شما اگه بخواید محبت کنید لازمه که مادی باشه، شکلاتی بهش بدین، نمیدونم حرف و نصیحت و کلمات خوب روش اثر نداره. یواش یواش به 7-8 سالگی که میرسه مفاهیم دیگه غیر از این مادیات هم براش مهم میشه، مثلا دوستش براش مهم میشه. توجه بکنید به دوستش، براش خیلی مهمه. همینطور میاد بالا تا اینکه به سن منطقش به طور کامل شکل میگیره که 10 سالگی هستش. همینطور میره بالا و بعد یواش یواش مسائل آفسره، مسائل والای فکری درش ارزش میشه و درک میتونه بکنه. پس بنابراین به بچه 8 ساله مثلا به عنوان مثال نصیحت بکنیم که این کاری که میکنی خوب نیست، نمیدونم اینجوری اونجوری، ممکن اصلا نفهمه شما چی داری میگی. به این علت اون ذهنش هنوز این پختگی رو نداره. میایم در سن بالا هم همینطور و به این نکته لازم توجه بکنیم که متاسفانه فرهنگ پرهیز در ما خیلی قویه. چه کار نکن، این خوب نیست، اون خوب نیست، این کار نگاه نکن، این کار بکنی ای بنیم این، ولی چه کار بکنیم رو خیلی توش تو فرهنگ ما جا نیفتاده که به عنوان راه حل مطرح کنیم. و یک طرف گفتگو کردن، تک گویی هم یکی دیگه از مشکلات ماست. حالا یک طرف گفتگو کردن به این صورت که من آموزش میدم تو یاد میگیری، فعلا تو یاد بگیر، الان موقع حرف زدنت نیست، در واقع گفتگو نیست، تکگوییه. یکیش این. نوع دیگه تکگویی این استش که روی مشکلی که پیش میاد به جای اینکه گفتگو بکنیم، حالا مثلا دعواش کردیم، تنبیش کردیم، گذاشیم کنار، حالا میایم مثلا بابا نشسته بغل پسر 12 ساله خودش توی مسابقه فوتبال دارن سوار کردن، کلی هم میخندن و چیز، این اصلا گفتگو نیست. این جایگزین کردن گفتگو با یک عامل دیگه، یعنی در واقع در ذهن ما جایزه دادن اینجا فکر میکنیم کار خوبی است، در صورتی که موقع شما جایزه میدید یعنی نتونستید انگیزه ایجاد بکنید، حالا مجبوری میخواید با جایزه این کارو بکنید. نتونستیم ارتباطی رو برقرار کنیم که سالمه، خود او خود انگیختگی هاش، خود جوشی هاش رشد بکنه. من یه مادری رو تو تلویزیون باش صحبت میکردن در مورد بچه که نابغه بود، از مادرش صحبت، این پسر الان حدود مثلا 14 سالش بود، با مادرش صحبت میکردن که تنها هم بچه رو بزرگ کرده بود. گفت چی کار کردین که این بچه نابغه شده؟ گفت من از بچگی همین جزئیات زندگی رو بهش نشون دادم که دوست داشتنی هن اینا،
و لذت ببر از این زندگی که داری، امکانی که داری، این کاری که بکنی. و این با من که میامد باز درسم که میخواست بکنه به حالت بازی درس میخون و این عادت خودشو نگه داشت و بنابراین خود به خود از همون بچگی توانست یاد بگیره. نکته دیگه که لازمه بهش توجه بکنیم در رابطه با گفتگوی سالم این هستش که جوانای ما تیزهوشیشون خیلی بیشتر از ما شده اما عمق تجزیه تحلیلشون به خوبی ما نیست. قبلا اینجا شاید براتون گفتم، دوباره تکرار میکنم، در مسابقه جهانی که هر دو سال یا سه سال یه بار در مورد بچه های 10 ساله دنیا به عمل میارن، ایرانی ها هم شرکت کردن، از هر کشوری از قشرهای مختلف اجتماعی شرکت میکنن. بچه های ایرانی تو فراگیری خیلی خوبن اما توی تجزیه تحلیل ضعیفن نسبت به بچه های دیگه دنیا. یعنی حالا ممکنه بخوام اینو به شما بگم، تیزهوشی ربطی به تجزیه تحلیل نداره. تجزیه تحلیل مال گفتگوست نه تکگویی ها. ما چون زیاد گفت تکگویی کردیم بچه ها رو نتوانستیم این حس در واقع این استعداد خلاقیت و تجزیه تحلیلشون رو در واقع تقویت کنیم و به این علت هستش که لازم است به این مسئله توجه بکنیم که بچه های ما میتوانن در جهت هایی بهتر از ما تشخیص بدن، به علت تیزهوشی که دارن، به علت بازی هایی که ممکنه میکنن یا به علت بعضی از رابطه هایی رو که تو مدرسه پیدا میکنن، اما میتونن در زمینه های سریع در واقع مشکل تجزیه تحلیل پیدا کنن، مشکل تمیز سره از ناسره رو پیدا کنن، تمیز راه حل هایی که بهشون پیشنهاد میشه، چون تومه هست حساب میشن برای اونایی که میخوان از اینا سوء استفاده کنن. جوون اگر اسیر نشه و تومه حسابش نکنه میتونه خوب پیشرفت بکنه، میتونه بر خودانگیختی های خودش عمل بکنه. اما همیشه مشکلی که بشر داره وسوسه است. انسان همیشه گرفتار وسوسه میشه. این راه حل، خب اگر من الان نجنبم دیگران راه حل برمیدارم برم بقاپمش زودتر از دیگر، این مشکل پیش میاره از جمله برای نوجوان و بچه های ما. مرسی. ممنون جناب آقای رایی. جناب رایی ببخشید این سوال من رو لطفا مد نظر داشته باشین که آیا ممکنه این تجزیه تحلیل نکردن بچه هایی که شما فرمودین ربط به اون عدم اعتماد به نفسشون باشه؟ چون به هر حال ما میدونیم همیشه یه تابلوی ممنوعی در واقع جلوی بچه ها از حتی همون مدارس جلوشون گذاشته شده و شاید این سرکوب شده، در واقع اعتماد به نفسشون شکسته شده. حالا اگر که لازم دونستون ممنون میشم که نظرتون رو بشنوم. خانم تیموری بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی ممنون باشه وقتی که من خواستم باقال حروف پایان بدم و خلاصه بکنم. ببینید چیزی که به نظر من خیلی واجبه، بچه ها باید توی آرامش زندگی بکنن و بتونن توی آرامش استعدادشون شکوفا بشن. وقتی که الان من انقدر دلم بعضی موقع میسوزه وقتی بچه هایی رو که میبینم چقدر پتانسیال دارم، من هم که اول گفتم من توی امریکا هستم و میبینم بچه های ایرانی هم پتانسیالاشون خیلی خوبه، هم فوق العاده زحمت کش، یعنی چون میدونن اگه برگردن ایران زندگی، یعنی اونایی که میان امریکا رو دارم میگم، برگردن ایران یعنی زندگیشون برباده، یعنی انقدر خودشون رو میکشن. یعنی من نمیتونم خودم بگم جزء اونا، ولی من موقعی که دانشگاه میرفتم من تو بگم بچه‌ها مثلا برام میگفتن ویکندا بیا بیرون، بیا با هم دیگه بریم این ور، من از ترسه و قول معروف این که فیل بشم یا اینکه مثلا نمراتم بیاد پایین یا اینکه به قول معروف جابی که میخوام نگیرم، یعنی ویکندارم نمیرفتم و فقط درس میخونم. یعنی دارم میگم بچه های ایرانی پشت کاراشون خیلی عالیه، یعنی امیدوارم همین که چون میدونم اینا همه از ایران اومدن، من بچه های اینجا دارم میبینم که از شریف اومدن و از امیرکبیر اومدن، خیلی دانشگاه معتبری دارم میاد اینجا، پس میدونم پتانسیلشون خیلی زیاده. و یه چیزی که من خواستم به قول معروف از یه بیلداپ بکنم روی حرفی که زنگ گفتن تجزیه تحلیلای بچهای ایرانی بده یا خوب نیست، به خاطر اینکه وقتی
از کوچیکی مادر پدر میشنون چه کار باید بکنی چه کار نباید بکنی، یا معلم فقط درست و غلط رو بهت میگه، تو درست انجام دادی یا غلط، توضیح داده نمیشه به بچه‌ها. و من خودم میتونم بگم جزء یه دونه از اون گروه هستم که توضیح شما به این چرا هیچ موقع نتونستم سوال بکنم. و این تقصیر، نمیدونم بگم تقصیره، این جزئی از جامعه ایرانه. بسیار عالی، مرسی. ممنون خانم دکتر ثابت عزیز. با توجه به اینکه خب خیلی بسیار صحبت‌های در واقع درستی انجام شد و به موضوعات خیلی متفاوتی پرداختیم، اما دو نکته من می‌خواستم اینجا ذکر کنم، اگر که صلاح بدونین و دوستانم موافق باشن در مورد اینا هم صحبت کنیم. حالا با توجه به موضوع جلسه هم که همون اعتراضات هست و حالا در واقع بتونیم حضور جوانان کودکان یا در واقع اونها رو در این اعتراضات بخوایم بررسی بکنیم، یه نکته ای که تقریبا حرف شد اما ادامه ندادیم، این که در درجه اول اعلام کردن همه که اعتصاب کنن، بچه ها مدرسه نرن، معلم ها مدرسه نرن. بعد وقتی بچه ها رفتن مدرسه و اون حرکات رو انجام دادن و اون اتفاقات افتاد، حالا سرکوب ها صورت گرفت، مجددا اعلام کردن که نه برن. و وقتی که دانش آموزان یا حالا بچه ها میرن به این جنبش ها میپیوندن، یا حالا همون کاری که تو مدرسه انجام میدن، پدر مادرها هم حمایت کنن، همراهشون باشن، این میتونه تاثیر داشته باشه توی این قضیه. و یه موضوع دیگه هم موضوع این بود که بیان یه رفتاری در مقابل کسانی داشته باشیم که پدرهای اینها یا برادر یا بستگانشون از افراد سرکوبگر هستن، یعنی جوری باشون طرد شن از جامعه. یعنی این صحبت حالا طرد شدن اون سرکوبگران هست، ولی خب به طب بچه هایی که توی مدارس پدرشون مثلا جز سرکوبگران هستن از توسط دوستانشون طرد بشن. حالا نکته که من برام اینجا مثلا سوال بود این بود که به هر حال در زمان انقلاب 57 هم یک سری بودن که پدر مادرهاشون حالا مثلا ساواک بودن به طور مثال، یا تو دولت مثلا پهلوی بودن، اونا هم یه جوری به هر حال از جامعه طرد شدن. میخوام ببینم این میتونیم اینو یه بررسی بکنیم، ببینیم بعدش این طرد شدگی ها چه تأثیراتی روی اون خانواده، اون بچه ها و اون جوانه یا نوجوانه که تو مدرسه این اتفاق برشون افتاده میذاره. حالا اگه سلام میدونیم به این نکته ها هم بپرداز. خب آقای رایی رو بشنویم یا شما صحبت دارید؟ یه کوچیک فقط باز دوباره برای اینکه مطالب به هم وصل بشه، خیلی خوشحالم که این تجربه طرد شدگی رو شما بهش اشاره کردید، به دلیل اینکه خیلی ربط پیدا میکنه باز دوباره به همون مفهوم دیگری در جامعه. یعنی همیشه این بالانس عوض میشه. یعنی ببین یه دفعه الان ممکنه که فرض کنید این افراد با این هویت ها به عنوان دیگری شناخته میشن و بقیه مایی هستن که پذیرفته هستن، اگر این تعادل به هم بخوره، یعنی دو مرتبه، و وقتی که از دیگری صحبت میکنیم یعنی داریم از تجربه طرد شدگی، تجربه تبعیض، تجربه محدودیت صحبت میکنیم. حالا این بالانس رو عوضش بکنیم میفته اونور، یعنی یه گروه دیگه. قضیه اینه که حداقلش از یک نگاه علمی و نه فقط حالا نگاه علمی، میخوام بگم اون بعد انسانیش هم اگر وارد بکنیم، قضیه اینه که باید بتونیم تلاش کنیم یک جوری امنیت اجتماعی به وجود بیاریم. امنیت اجتماعی باید، و نه امنیت اجتماعی که الان تو کتابا تعریفش میکنن یا ممکنه در بعضی جاها در قوانین یا در تبصره ها آمده، بلکه امنیت اجتماعی که امروز ایران میخواد باید توسط افرادش و گروهاش از هر سنی که هستن، از کودک، نوجوان، جوان، بزرگسال و میانسال و بزرگسالش، زن و مردش، هر قومی که هست، هر اقلیتی که اقلیت زبانی که هست، هر مذهبی که داره، هر چیزی که حالا فکر میکنیم، هر طبقه کارگر، دانشگاهی، معلم، هر چیز، این امنیت اجتماعی هست که باید بتونه به نوعی باز تعریف بشه در فضای کنونی ایران. وگرنه همونطور که شما گفتید و یکی دوتا از دیگه از دوستانم بهش اشاره کردن، دو مرتبه تجربه دیگری بودنی به وجود خواهد آمد. قضیه اینه
که من نمیدونم واقعا الان چه راهکارهای دیگری وجود داره، ولی مرتبا میشنوم که مثلا اعتصاب. درسته که اعتصاب یک راه حلی بوده که قبلا اتفاق افتاده و ممکنه جواب داده و البته که جواب داده و در حال حاضرم در جوامع مختلف داره اجرا میشه، یا مثلا در یک جمع دیگه من شرکت میکردم از نافرمانی مدنی صحبت میکردن به اشکال مختلف. خب اینم یه شیوه یا متدی هست برای اینکه تغییرات به وجود بیاره، ولی آیا واقعا میشه راه‌های دیگری هم پیدا کرد؟ مثلا این بحث گفتگو که صحبت میشه و بعد مثلا اشاره کردن جناب رائی به اینکه گفتگو ممکنه یک نفر برای بقیه باشه یا یک گروه برای یک گروه دیگه. ببینید اگر فقط تو قضیه ایران نگاه کنیم، فرهنگ منبرنشینی ترویج شده برای 14 و فرهنگ منبرنشینی معنیش اینه که یک نفر یا یک گروه کوچکی برای یک گروه بزرگتری صحبت کنن و اون گروه بزرگتر در این رابطه ی فرهنگ منبرنشینی چیه؟ سکوته و گوش دادن. میخواد قبول کنه یا میخواد نکنه به خودشه، برای اینکه گوش کنه، این بشنوه، به جای اینکه در میون بذاره صدای خودش رو هم و دیگران هم صدای دیگری هم دیگران رو هم بشنون. این برای 40 به یه نوعی آسیب دیده. و یه موضوع دیگه که باز دوباره داره گفتگو رو برای ما سخت میکنه و شاید به اشکال مختلف آسیب دیده این فرهنگ گفتگو، باز دوباره فرهنگ دیگری که به شدت در این 40 تربیش پیدا کرده، اون فرهنگ انتظاره. فرهنگ انتظار به این معنا که همیشه قراره یک نفری بیاد یا یک گروهی بیاد و درست کنن همه چیزو. حالا اگه هر دوی این دو فرهنگ به شدت داره مورد در واقع اعتراض قرار میگیره، نه فقط درسته بلکه افراد دارن سعی میکنن مسئولیت خودشون رو به عهده بگیرن، ولی این فقط نیست. یک موضوع دیگه که باید توجه بشه به اینه که ما چه شیوهی برای این کار داریم، چون شیوهی به کار بردن برای تغییرات هم، اون شیوه هم مهمه که چطوری اون تغییره به وجود میاره. وگرنه اگر اون شیوه درست نباشه، قطعا همه ما اشاره کردیم بهش، آسیب داره با خودش، نه فقط برای کودک و نوجوان، بلکه برای من و شمایی هم که به نوعی درش قرار گرفتیم. بنابراین فکر میکنم موضوع امنیت اجتماعی و اینکه چطور این امنیت اجتماعی محور گفتگو قرار میگیره میتونه، یا تعریفش میتونه ما رو دور کنه از دوتا فرهنگ دیگه که به شدت با آسیب زده فرهنگ گفتگو کردن رو، در گفتگوی سازنده رو در بین ما. بسیار عالی. بفهم، من فکر کردم تموم شد صحبتتون. خانم دکتر تموم شد؟ اوکی، بسیار عالی، مرسی، متشکرم. آقای رای بفهم، خواهش میکنم. خیلی خیلی ممنون. با تایید همین صحبت آخر خانم ثابتی شروع میکنم. خانم ثابت شروع میکنم که مسئله انتظار رو مطرح کردن و این میتونه مثل یک سم گاهی اوقات عمل میکنه، به این صورت که ما منتظریم که هی این حالا داره خراب میشه، خیلی آخر یه جایی منفجر میشه دیگه، مردم یه جایی صبرشون تموم میشه. این همون شبیه همون فکریه که خود این رژیم داره میکنه که باید خراب بشه، خوب خراب شدن به این علت که مهدی موعود میاد همه رو نجات میده. این رفع مسئولیت کردن از انسان میتونه باشه. به این صورت تا من تغییر نکنم، تغییر ایجاد نمیکنم رو جایگزین میکنه به اینکه نه، شما تغییر نمیتونی انجام بدی، شما نقشی ندارین. که یه موعود، مهدی موعودی میخواد یا عیسی مسیحی میخواد یا نمیدونم یا فلان شخصیت هروئیک قهرمانی رو میخواد که بیاد ما رو نجات بده. این در واقع یکی از مشکلات ماست. بنابراین از نظر فرهنگی تا به صورت شفاف مشخص نشه در سطح جامعه که نیروهای تخریب رژیم رو لازمه با نیروهای سازنده خونساش کنیم، مشکل حل نمیشه. نیروهای محرکه در یک جامعه رو رژیم برمی داره، حذف میکنه یا استفاده میکنه
لازمه که جامعه نیروهای محرکی بزرگتر از اون رو ایجاد بکنه تا بتوانه رژیم رو مات کنه، در واقع شکست بده. در اینجا صحبت خانم بیرجندی رو آقای رسول خادم یک جواب خیلی خوب داده در رابطه با این سوالی که خانم بیرجندی کرده. کشتیگرای ایرانی خیلی مسابقات جهانی رو می‌بردن، در مقابل کشتیگرای روس همش می‌باختن، تا خود آقای رسول خادم یک از بزرگترین کشتیگرای روس رو زد. بعد که زد به کشتیگرای خودش هم یاد داد شده روسا رو میشه زد، یعنی اعتماد به نفس مهمه، نشان داد که روسا هم مثل کشتیگرای دیگه. اما برگردیم به همون تجربه بچه های 10 ساله، بچه های ژاپنی و بچه های کره همیشه در این کنکور چند سالیه بار بچه های 10 ساله اول میشن تو دنیا، هر بار کره یا او چیز. بعد اومدن دیدن، خود ژاپنیا مطالعه کردن، دیدن بچه های ما که بهترین های دنیا هستن از نظر اعتماد به نفس بالاترین ها نیستن، مثلا کشوری مثل دانمارک یا بعضی از کشورهای اروپایی بالاترینن. مطالعه کردن ببینن چرا اعتماد به نفس بچه های خودشون زیاد نیست. دارم توجه میکنم، توجهتون رو جلب میکنم به یکی از دوستانم خانم تیموری بودن مثل اینکه صحبت کردن، نکته مهمی رو گفتن. پشتکار بچه های ما زیاد دارن، گاهی وقت خسته کننده است این پشتکار براشون. دیدن ژاپنیا و درساشون اینقدر فشرده است که بچه ها دیگه اصلا فرصت تفریح کردن ندارن، ابتکار عمل ندارن و بنابراین علت خوبیشون پرکاریشونه. در صورتی که بعد اومدن برنامه درسی ژاپن و کره سبکش کردن که بچه‌ها بتونن فرصت فراغت بیشتری داشته باشن. پس بنابراین لازمه توجه کنیم به اینکه اوقات روزانه رو خوب تنظیم کردن هم مهمه، اوقات فراغت، اوقات کار و اوقات استراحت. این اوقات فراغت زمان در واقع ابتکارها و سازندگی ها و خلق کردن ها و ساختن خود انسان هستش. حالا این یه قسمتی از جواب شماست، اما یه نکته دیگه رو لازمه توجه بکنیم، اینه که در رابطه با جنبش و در همینطور در رابطه با بچه ها، من خودم کسانی مثل من فکر میکنم به نظر من احتیاج به الگو داریم. این که بگوییم گاهی اوقات مشکل رو حل نمیکنه. ماکت درست کردن، عینی نشون دادن مسئله حل میکنه. ما ایرانی ها با تمام این که در واقع بالا پایین رفتن ها، مصدق برای ما سمبوله، یک الگوه از جنبه های مختلف، حالا برای همه نه ولی برای یه عده از ما ایرانی ها هست. حالا یا این الگو یا الگوهای دیگه لازمه که در واقع شکل بگیره برای اون کسایی که مثل من البته فکر میکنن که فکر کنیم نقش الگو مهمه. نکته دیگه این هستش که توجه داشته باشیم که یک مبارزه، یک جنبش مبارزه همه جانبه است. با گفتم به شما با هیجان‌های خودمون احساسات منفی ایجاد نکنیم، آلرژی برای خودمون درست نکنیم که مثلا مذهب بده، مذهب بد داریم، مذهب خوب داریم، هنر بد داریم، هنر خوب داریم، روانشناسی، روانشناسایی داریم که خوب عمل میکنن، روانشناسایی هم داریم بد عمل میکنن. قدرت نداره مدارانه بودن یا حقوق بودنی که تعیین میکنه مبارزه ما رو، و هیچ میدانی رو لازم خالی نگذاریم. رژیم میگوید حجاب، بلافاصله لازم جواب بدیم حضرت فاطمه دختر پیغمبر حجاب نداشت. به عنوان مثال آستین کوتاه میپوشید، توی خونه 5 نفر بودن، یه لباس داشتن فقط. پس تو خونه اگرم خودشون رو پوشیدن نمیدونم، با برگ و نمیدونم شاخه و اینا بوده، لباس برای بیرون اومدن نداشتن. فقط قبیله قریش بوده که مثلا در حج با لباس میومده، برای لخت مادرزاد میومدن. اگر زن و مرد لباسشون، بدنشون خطرناکه، بس خدا نادر بوده که اینجوری آفریده شدن. میبینیم لازمه در این درگیری ها تنگاتنگ وارد بشیم، همه جانب بودن گفتگوها رو لازمه با بچه ها هم داشته باشیم، بچه ها رو نقش بدیم در جنبه های مختلف باشون گفتگو کنیم. این شستشوهای مغزی رو لازمه با این گفتگوهای مثبت مثل همینی که الان به شما گفتم حلش کنیم. یعنی چی؟ یعنی از فرهنگ تنبیه کردن بیاییم بیرون، از بیاییم وارد فرهنگ درمان و جبران بشیم. به بچه که بگید مثلا 5 ساعت تلویزیون نگاه کردن بده، هی هم بگوید بده، ممکنه یواشکی میره تلویزیون رو خودشو نگاه میکنه. مطالعه بعد از ساعت 11 شب نکن،
چراغ خوابش رو روشن میکنه، مطالعه میکنه، شمع روشن میکنه، میکنه کاری که خود ماها کردیم دیگه، حالا بعضی همون هم کردیم، خود من کردم، پدر مادرم ده شب به بعد دیگه چیز نیست، چراغ خواب رو چیز میکردم، اونجا کتاب میخواستم مطالعه بکنم. این نشون میده که ما لازمه که جایگزین اون کاری رو که الان نمی کنیم و پیدا کنیم. شما مطالعه میخوای، ساعت ده شب میگم میخواب، صبح میتونی ساعت 5 بیدار شی، 6 بیدار شی، قبل از مدرسه کار بکنی؟ نمیتونیم. اگر میخوای بهت کمک میکنم. نه، ساعتهای مشخصی رو با هم مطالعه میکنیم به جای اینکه حرز بدی باز مثلا زمانات رو. جایگزین که پیدا کنیم مشکل حل شده. خیلی ممنون. بسازارم. خیلی کوتاه فقط عرض کنم، اتفاقا من دیروز یه فیلمی رو دیدم که از بچه های فیلم کنم حدودا 7-8 ساله بود، ایرانی میپرسیدن میدونی معنی تنبیه چیه، میگفتن بله، یعنی کتک زدن، ما اشتباه کردیم کتک میدونیم. و شاید مثلا یه حدود 10-11 تا بچه رو پرسیدن که معنی تنبیه چیه و گفتن کتک زدن، اما دقیقا بلافاصله پرسیدن معنی تشویق چیه، نمیدونستن، نمیتونستن بگن که تشویق چیه. موضوع خیلی خوبی بود که آقای رای گفتن. جناب آقای عمری بفرمایید، خواهش میکنم. خواهش میکنم، متشکرم. من دو تا نکته رو میخواستم بهش اشاره کنم. یکی راجع به این مسئله دوگانگی که اشاره شد، خانم ثابت هم اشاره کردن، این که ما اگر یک گروهی رو، حالا اصلا ارزش گذاری هم نمیخوایم راجبش بکنیم که کار درست انجام میدن یا کار اشتباه انجام میدن، اگه دو گروه رو روبروی هم قرار بدیم یا یک گروهی رو طرد بکنیم و خلاصه جامعه ما به هر شکلی دو دسته نهایت هم بشه یا استراتژی ما این بشه، چه اتفاقی میتونه بیفته؟ من این به مثالی میخوام بزنم، همین یکی دو روز پیش با این قضیه من برخورد کردم. بعد از این ماجرای اردبیل، یکی از اعضای کمیسیون حقوق کودک که در واقع کمیسیونی هست که از طرف یونیسف تو ایران داره انگار مسئولیت حفظ اون توافقنامه در واقع حقوق کودک رو دارن، اومد مصاحبه کرد و توی مصاحبهش در مورد اینکه کودکان یا نوجوانان حق این رو دارن که اظهار نظر بکنن، یعنی دقیقا به مفاد کنوانسیون داشت اشاره میکرد، چون به هر حال این عضو مدافع در واقع کنوانسیون باید باشه، اشاره کرد. و یه نکته دیگر هم گفت که بعد من به خاطر اون نکته که گفت رفتم دقیقا این مفادش رو خوندم. برای خودم من خیلی جالب بود که چجوری میتونه روبروی هم قرار گرفتن افراد در واقع همون حقوق اولیه ما رو هم در واقع ما رو ازش محروم بکنه. توی ماده 15 کنوانسیون یک بندی هست که نوشته کشورهای طرف کنوانسیون حقوق کودک را در مورد آزادی تشکیل اجتماعات و مجامع مسالمت آمیز به رسمیت میشناسند. و دقیقا این مطلب رو توی مصاحبهش بهش اشاره کرد. بعد بند دوم میگه که به غیر از محدودیت هایی که در قانون تصریح شده و در یک جامعه دموکراتیک برای حفظ امنیت ملی یا عمومی، بهداشت عمومی، اخلاق عمومی و یا حمایت از حقوق و آزادی دیگران ضروری است و نباید هیچ گونه محدودیتی اعمال کرد. ایشون توی مصاحبهش گفتش که در اون دبیرستان عده‌ای از این بچه‌ها کسانی رو که در واقع همراه معترضین نبودند مورد آزار و اذیت قرار داده بودند. این یعنی دقیقاً داره استفاده میکنه از این بند دوم که به این دلیل ما اجازه نمیدیم، به این دلیل ما محدودش میکنیم. یعنی ما وقتی که دو گروه درست کنیم، حالا به هر دلیلی، همون حقوق اولیه خودمون، حقوق شهروندی و انسانی خودمون هم زیر سوال میره. به خاطر اینکه نفع واقعی نفع عمومه، نه نفع یک گروه. همیشه اون منفعت اصلی منفعتی هستش که برای عموم اتفاق بیفته.
یه موضوع دیگر رو هم اشاره میکنم که خیلی طولانی نشه. در مورد راهکار صحبت شد که این خشون، حالا خشم، خشونت شاید کلمه درستی نباشه، خشمی که در این گروه سنی وجود داره رو چطور میشه کمک کرد بهش؟ ما دو تا فرضیه میتونیم داشته باشیم. یه فرضیه ما این میتونه باشه که این خشم یه یادگیری اجتماعیه که از طریق رسانه، از طریق اجتماع، از طریق خانواده، مثالاش امشب زده شد، فرا میگیرن نوجوانا، یاد میگیرن. یه فرضیه دیگه ما میتونه این باشه که این خشم حاصل یک رفتاره. یه مثال تو اشل کوچیکش رو من میخوام بگم. توی خانواده یه فردی مورد بیتوجهی قرار میگیره، هر حرفی میزنه هیچ که جوابشو نمیده، هر تقاضایی داره هیچ که محل بهش نمیذاره، میخوره زمین، هیچ که بلند نمیشه بیاد بگه آقا تو چی شد، چه اتفاقی افتاد برات. به تدریج چی میشه؟ یه خشمی در درونش به وجود میاد که چرا من هیچ که نمیبینه، من انگار اصلا وجود ندارم. جامعه ما یک همچین خشمی رو داره، یا نوجوانای ما، من احساسم اینه که یه بخشی از خشمشون ناشی از اینه، نه ناشی از اینترنت، اون تأثیر داره، اونو نفیش نمی کنم، ولی یه بخشی ناشی از اینه که دیده نمیشه، یا حتی میخوام رو این تأکید کنم شنیده نمیشه. شنیدم. و وقتی در مورد راهکار صحبت میکنیم، من فکر میکنم که خیلی خیلی مهمه بیشتر از اینکه ما گفتگو کنیم، بیشتر از اینکه صحبت کنیم، بیش بشنویم. بشنویم که چی داره میگه. میداریم ما 7-8 نفر بودیم و برای یه کاری اصولا ما دور هم جمع میشیم، ولی انقدر حال همه بد بود اون روز که وقتی دور هم جمع شدیم، یکی از بچه‌ها گفتیم تو شروع. نه آقای عمری فکر می‌کنم اینا بعد شروع کرد، گفتم من می‌خوام بگم در چه و صدا نمیاد. بله صداتون قطع و وصل می‌شد. بله الان خوبه؟ بله. شروع کردیم، فقط چند تا سوال کردم و این خانم صحبت کرد، نزدیک نیم ساعت صحبت کرد، 40 دقیقه صحبت کرد و اصلا حالش به کلی دگرگون شد و حال جمع هم همین شد. میدونید یعنی اون چیزی که واقعی جامعه همون نزد متاسفانه بازم صدا کنه به اون پتانسیل. خب من قطع میکنم دیگه اگر صدا میکنم. البته فکر میکنم بحثشون رو متوجه شدیم، منظورشون این بود که گوش دادن خیلی نکته مهمیه، بیشتر در گفتگویی که داریم صحبت میکنیم نقش گوش دادن خیلی مهمه. فکر میکنم نکته مهمی بود که اشاره میخواستم بکنم. سپاسگزار جناب آقای امری. آقای ابراهیم بفرمایید، در خدمتتون هستم. بله خیلی ممنون. بنابراین به همین جنبه اثباتی قضیه که توجه کنیم، نشون میده جنبش احتیاج به بدیل داره، آلترناتیو داره و لازمه که توجه به یک نکته بسیار اساسی داشته باشیم که الان مطرح میکنم. جواب اصل، اصل و نفر، هر اصلی رو که این رژیم داره در مقابلش لازمه اصل رو جایگزین کنیم و توجه داشته باشیم که آنچه که میگوییم واقعا اصل هست یا فرعه. در برابر وابستگی لازم استقلال رو فریاد بزنیم، در واقع مد نظر بگیریم و بخوایم. در مقابل استبداد آزادی رو. در مورد ولایت فقیه یا حزب نمیدونم پیشاهنگ و امثال این چیزها، حاکمیت جمهور مردم رو. در برابر رهبری که صاحب امر و نهی و نمیدونم جان و مال مردم هست، جامعه شهروندان لازم پیشنهاد کنیم. پس میبینیم که موقعی که داریم از جنبش صحبت میکنیم، از جایگزین‌های اصل با اصل
صحبت کردن هم مهم میشه، کیفیت گفتگو مهم میشه. در این رابطه یه مثال میزنم که بسیار مهمه، به زندگی شخصی ما ربط پیدا میکنه، به مسائل اجتماعی. و گفتم دوستی. ببینیم دوستی اصلا چی هست. اسکات پک یک روانشناس امریکایی است، این رو من به جای اینکه توضیحات تئوریکم داده، من به جای اینکه توضیحات تئوریکش رو بدم که خسته کننده میشه، مثالی رو که میزنه برای شما میگم، خود اون توضیحش هم هست. یک کشیش پروتستان میاد یه بار تو کابینه این روانکاو آقای اسکات پک، میگه ببینین من مرد عشقم، من مرد دوستی هستم، اما مشکلی که دارم زن من تو خونه مریض افتاده، بچه های منم مدرسه رو ترک کردم، منی که این همه محبت میکنم و دوستی دارم و به همه کمک میکنم، از اداری خانوادی خودم عاجزم. اسکات پک با این کشیش پروتستان کار میکنه به مدتی یک ماه و پیدا میکنه ایراد ها چیست. متوجه میشه انگیزه این پدر پروتستان عشق نبوده، تنفر از پدرش بوده. پدرش موقع که بچه بوده الکلی بوده، مادرشو میزده، بچه ها رو میزده، سر مادرش میخورده به دیوار و این در بچگی قسم خورده بوده با خودش که مثل پدرش نشه. بنابراین موقع که نوجوان میشه دائما داشته فکر میکرده که چه شغلی رو انتخاب بکنه، چه کاره بشه، پزشک بشه، روانشناس بشه، کشیش بشه. خلاصه بعد که دیپلمش میگیره به این نتیجه میرسه که نه، من باید واقعا مرد عشق بشم، باید کشیش بشم. میاد و این کشیش پروتستان میشه، ولی در عمل کردن در رابطه با دیگران دنبال این بوده که خودش رو اثبات کنه که مرد عشقه، دنبال این بود که دیگرها رو به خودش وابسته و در واقع محتاج به خودش بکنه. همین کار با زن خودش میکرده، میامده خونه به زنش میگفته، قربان صدقه زنش میرفته، اینا تو کار نکن من جارو میزنم، تو کار نکن من آشپزی میکنم. کارهای بیرونش کرده بوده، برای خودش حمالی هم میتراشیده که خانمش هم این وسط راحت باشه. در واقع خانمشو که از نقش روزمره خودش محروم کرده بوده با این محبت بی جای دوستی خاله خود خرسی که میکرده، با بچه های خودش هم همین کاره میکرده. به جای اینکه بگه حالا درس نمیخونی بیا درس بخون، یه ماشین براشون خریده، دختر 16 ساله براش ماشین خریده بوده، اونا هم ماشین زدن. که خلاصه وارد جزئیات نمیشم، میخوام به شما بگم که توجه داشته باشیم دوستی وابستگی نیست، ایجاد وابستگی نیست. دوستی بر حقوق ایستادن و مسئولیت پذیری در رابطه با حقوق هستش. مرسی خیلی ممنون. سپاسگزار جناب آقای رایی. مرسی. خب خانم دکتر ثابت عزیز، اگر دوستان دیگه نظر دیگه ندارن، میخواین شما محبت بفرمایید یا جنبندی داشته باشیم از بحثا که کم کم به پایان برنامه بفرمایید. مطلب خاصی نیست، فقط شاید بتونیم هممون به این سوال فکر بکنیم که یعنی فکر میکنم حاصل گفتگویی که اینجا شد و جوانب بسیار متنوع و متفاوتی که درش بررسی شد، به این موضوع رسیدیم که نوجوانان نقش مهمی رو در این تغییرات دارن در حال حاضر در ایران و باید نه فقط دیده بشن، صداشون هم باید شنیده بشه. من دوست دارم که جمع با این سوال با هم دیگه تموم بکنیم و بعد شاید بشه دربارش اقدامی کرد که آیا میشه دفعه بعد که یک جمعی اینجا هست، ما نوجوانان رو هم در این گفتگوها داشته باشیم، کسانی که ابی الان در خیابان‌ها هستند یا کسانی که به هر حال هم سن و سال اونها هستن و نظرات متفاوتی دارن، و اگه قراره که اونها رو داشته باشیم چطور قراره اونها در این گفتگو با ما همراه باشن و چه موضوعی هست که میتونیم با همدیگه در کنار همدیگه ما و آنها، یعنی از لحاظ سنی منظورم ما و آنها بود، با هم به گفتگو بذاریم که به پیشرفت این جنبش کمک. خیلی ممنونم از شما. بسیار عالی. خیلی ممنون از شما که دعوتتون رو پذیرفتین و حضور داشتید در این برنامه و همچنین جناب آقای رایی گرامی. ممنون از شما. خب جلسه امروز هماندیشی کمیته پژوهش با موضوع حق اعتراض مدارس و حضور نوجوانان در اعتراضات رو
در ساعت 19:59 دقیقه به پایان میرسونیم و من تشکر میکنم از دستاندرکاران برنامه که منشی جلسه های مصطفی منیری بودن و ضبط صدا و ادمین ها جناب آقای سعید پورمن، سرکار خانم ایراندخت کیا و سرکار خانم روزا جهانبی. بسیار سپاسگزارم از تمامی دوستان و همراهان و مهمانان گرامی که تو این جلسه تشریف داشتین و با ما همراه بود. تا دیدار بعد همه شما رو به خدا می سپارم. خدا نگهدار. مرسی.